بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، مخصوصا در این روزهای سخت که همه دنیا در برابر کرونا باید مقاوم باشند و متاسفانه بعضی از دولت‌ها یا از نادانی یا از نمیدونم چیزی به غیر از نادانی نمیشه قبول نکردند و دیر جنبیدند و آمریکا از لحاظ تلفات و اینها نسبت به جمعیتش در مقام اول، برزیل دوم، هندوستان سوم، ایران هم رقم بالایی داشت ولی نمیدونم چندم هست. اگه کسی میدونه به ما خبر بده. و اما امروز جمعه است، دهم ماه جولای سال 2020، برابر است با 20 تیر ماه 1399. همین اول برنامه اجازه بدیم من به دوست خوبم سعید تسلیت بگم، فوت برادرش رو. و خیلی جالبه، وقتی که دیدم فامیل و اینها نوشتن اونجا، گفتم که هیچ به اصطلاح نسبت فامیلی با هم دارین؟ نوشته بود که برادر بزرگ من هست. گفتم تسلیت میگم. گفت ممنون، ولی باید زندگیش رو جشن بگیریم. خیلی فرق هست بین این که یه نفر مردن یه کسی رو به سود میشینه و عزا میگیره تا اینکه یه نفر زندگی اون طرف رو به اصطلاح جشن میگیره و میگه یه نفر بود که دنیا اومد، خوب زندگی کرد، خوب انسانی بود، به دیگران کمک کرد و به اصطلاح امروز هم که از دنیا رفته نامش برای همیشه جاودان خواهد موند. اجازه بدیم من توی صفحه خود آقای سعید خان این رو به شما نشون بدم و یکمی غمگین شدم، چون دیدم که به نظر میرسه که ایشون داره ویدیوی ما رو هم شیر میکنه. ممنونم، خیلی ممنون. اگه دوستان دیگه هم این کار رو انجام بدن تشکر میکنم. خوشحالم که آقای اکبری هم آمد و از حبس تعلیقی، این تعلیقی یعنی آویزان، سسپنشن مثل سسپندد. در هر صورت اجازه بدید من صفحه ایشون رو به شما نشون بدم. آقای سعید عزیز پر شده از ختم دوستان خرمشهری و اینها. البته همه شما میدونید که توی سنی میرسیم که یه مدت اسم هر کیو میاریم میگیم قرار فلان وقت ازدواج کنه، بعد میگذره اسم هر کیو میاریم میگه اونم مرد، اونم فوت شد. و متاسفانه الان دیگه بالای 60 و اینها رسیدیم، دوستان، فامیل، آشنایانی که میشناسیم یکی یکی فوت میشن. این آقا دکتر سید محمد حسن کلانتر بوده که سعید نوشته سعدی یا مرد نکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. متاسفانه با خبر شدیم. دکتر سید محمد حسن کلانتر از خرمشهریان اصیل و قدیمی دیروز در آمریکا به رحمت خدا رفتند. روحشان شاد، یادشان گرامی باد. میایم پایین یه ویدیوی هست، یک خانم خیلی شجاع، این رو بعد بهتون نشون میدم، ولی اول اجازه بدین که هم تسلیت بگیم هم به اصطلاح آمریکایی ها میگن my condolences، همون تسلیت و RIP یا rest in peace. سعیدم چون دو سه تا صفحه داره، من گاهی وقتا نمیدونم چه چیزی رو کجا دیدم. در اصل میخواستم عکس برادر بزرگترش رو به شما نشون بدم، آقای دکتر جهادی، که متاسفانه الان اینجا نمیبینم. و در هر صورت ما فوت ایشون رو به سعید که دوست خوبمون هست، چند سال از دور میشناسیم. آها اینه، هنوز فرصتی نشده دیداری رو در رو داشته باشیم، هم به ایشون و هم به خانواده جهادی تسلیت میگیم. دکتر رضا جهادی، جراح و استاد دانشگاه در آمریکا فوت شد و روانش گرامی، یادش هم شاد. و
با نهایت تأسف دیروز دکتر رضا جهادی، جراح و استاد دانشگاه در آمریکا، فوت شد. از خانواده های اصیل خرمشهر، یادش گرامی و روانش شاد باد. خب دوستان، گفت که تا زنده هستیم قدر همدیگر رو بدونیم، و تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. اینجا نوشتم تسلیت به سعید و خانواده جهادی. بعدش میریم تسلیت به ایرانی ها باید بگیم به خاطر این قرارداد. یا تو این قسمت هم ما داریم شور و هیجان بیش از حد نشون میدیم بدونی که اصلا وارد باشیم قراردادهای بین کشورها چیه. خود آمریکا الان با چه کشورهای قرارداد داره، آلمان با چه کشورهای قرارداد داره، ولی از اینکه آخوندها تو 40 سال گذشته، 42 سال گذشته به خاطر کل شق بودنشون، و اون وقتا میگفتن طرف از دست از کمرش ور نمیداره حتی اگه داره میفته تو چاه که کمک کنه بیاد بیرون، اینا اینام دارن این کار میکنن، حرفی نیست. ولی از اون ورم از این که ما بدونی که وارد باشیم میایم صحبت میکنیم و حرف میزنیم، و یک خانم جوانی با آب و تاب اومده ویدیوش هم یک ویدیو افکت نقاشی گذاشته روش و توضیح میده. حالا اگه بتونم پیداش میکنم، فکر کنم آقای صبوری برای من اینو فرستاده بود، بعد برای این دوستمون نوشتم آقای صبوری خب تو رو خدا هر چی دم دستتون میاد برای دوستانتون نفرستید. اول از خودتون سوال کنید، من که این ویدیو رو گرفتم با تماشای این ویدیو چه اتفاقی در زندگیم افتاد؟ مثلا من یه ویدیویی برام میاد میگه فلان بیمارستان بچه ها رو درمان میکنه بدون پول فلان اینا، حالا از 10 دلار تا 50 دلار کمک میکنم برای دوستانم میفرستم. یعنی چی؟ یعنی یه اثری رو من گذاشته، من اینو برای دوستان دیگه هم میفرستم، امیدوارم اونها هم روشون اثر گذاشته بشه. ولی این فیلمو شما نگاه کنید، اولا این خانم جوان چون میخواد لفظ قلم میگفتن اون وقتا صحبت کنه، خب اولش میگه مثل من که گفتم باید تسلیت بگیم، نمیدونی. بعد میگه این خبر باعث تسلیت شد. به دقت گوش کنید دوستان، تو رو خدا همون جوری که هستید حرف بزنید، گوش کنید. با سلام و درود خدمت هموطنانم در داخل و خارج از ایران، خصوصا در ایران، در داخل و در خارج از ایران، خصوصا ایران. بگو با درود به هموطنانم، مخصوصا هموطنان داخل ایران. خب حالا گوش کنید. باعث تسلیت و بسی غم و اندوه هست. باعث تسلیت و بسی غم و اندوه هست، یعنی این خبر که شما شنیدید تسلی روح و روانتون شد؟ آخه چرا اینجوری حرف میزنی خانم دختر جوان؟ بیا قشنگ مثل یه دسته گل صحبت کن، بگو من این خبر رو شنیدم و رفتم تحقیق کردم، اینجوریه اونجوریه، این قسمتش خوبه اون قسمتش بده. یه جای دیگه میگه مواظب باشید، 5000 تا کماندوی چینی آوردن تو ایران، فردا به شما میگن هری از خونتون برو بیرون، اگه گفتی نمیذاره رو مغزت شلیک میکن. آخه شما قبل از اینکه آخونده بهمون بگه قرم ساق، شماها قرم قرم رو شروع میکنید، مردم رو آماده میکنید. این ماجرا ماجرای بنزین بود، ماجرای برنج گرون شدن بود، ماجرای کوپنی بود، ماجرای چی دیگه هم هست. یعنی ما ملتی هستیم که قبل از این که کسی بیاد چوب بزنه بهمون، به هم دیگه میگیم قرار امروز چوب فلانجات بکنن، ها که وقتی طرف چوب میخوره میگه چه خوب شد من چوب خوردم، چوب فلانجام نرم. گوش کنید ببینید این خانم چی میگه و من برای آقای صبوری چی نوشتم. بیارم باز این ویدیو رو گوش کن. قرارداد 25 ساله‌ای که با چینی ها بسته شد توسط آخوند جنایتکار، آخوند خائن، آخوند وطن فروش، که ایران رو ملک پدری و ارث پدری میدونه و به خودش این اجازه رو داده که بیاد و این کشور رو به چوب حراج بذاره، فقط برای این که چی؟ فقط به این دلیل که اندکی بیش از آنچه که
خانم این کشور رو به حراج بذاره، این کشور رو به چوب حراج نمیذارن، یا اینکه چوب حراج به این کشور بزنه. دوستان یه فیلمی هست به نام حراج یا حراج، کدومش درسته؟ تشدید داره؟ برید نگاه کنید داستان این ازدواجای صیغه‌ای زنای چیز. واقعا این فیلم من براتون رو تعریف نمی‌کنم، ولی آدم وقتی نگاه میکنه تا یکی دو ساعت بعدش اصلا مغزش سود میکشه. خب بذارید ببینیم که این خانومی که چوب حراج بلد نیست استفاده کنه حالا چی میگه، باعث تسلیتش هم شده. باید تو ایران بتونن حکومتشون رو ادامه بدن. خب متاسفانه روی صحبتم با تمام جنوبی های ایران هست، تمام ساکنین بندرهای ایران، بندرهای جنوبی ایران، شهرهای جنوبی ایران. متاسفانه بنا به قانون مستجر و موجر به زودی زود تمام خونه هاتون باید تخلیه بشه، تک تکتون رو میندازن از خونه هاتون بیرون. 5000 کماندوی چینی وارد دارن میکنن، 5000. چرا فکر میکنید که از من شما حفاظت کنه؟ نخی قربان، برای اینکه اگه حرف مخالف حرفشون بزنید و بیان در خونتون بزنن بگن هر دیگه فرمایید بیرون، اگر اعتراض کنی گوله رو بزنن بوم. و جمهوری اسلامی دقیقا هدفش همینه. بسیار ممنونم از ایشون، چه خوب شد که این خانم آمد و بعد از 42 سال به مردم جنوب، به خرمشهری که هنوز اون صدمات جنگ رو نتونستن ترمین کنن، گفت که بلند شین یه کاری بکنه. فقط هم بنادر جنوبا بعدن یادش میفته همش بندر نیست، شهر هم هست، میگه شهریان بیان. بعدم برید زوستان زود برید و الا چینی ها میان. عجب، واقعا عجب، این سوشال میدیا دیوانخانه ای شد برای ما همه. دیشب داشتم یک برنامه آمریکایی رو نگاه میکردم، یک خانمی که از خیلی سالها پیش وقتی که 24 سالش بود الان 50 سالش، شو داشت و خیلی عجیب بود که یک خانم جوان 24 ساله شو خودش رو داشته باشه. بهش گفت خب چرا کار نمی کنی؟ گفت اصلا دیوونه خونه است. گفت من نمیتونم تو این محیط کار کنم، من دلم میخواد یک کسی اگه این خانم رو میشناسه باهاش تماس بگیره بگی شما این قرارداد 25 ساله رو خوندی، یا اینکه چون آقای ایکس تو تلویزیون اینترنشنال ایران، ایران اینترنشنال من و تو و فلان گفته تام همونو برشتی کپی کرد. والا ملت اینا که میخواستن قرارداده رو قایم کنن، گویا حالا قرارداده به اصطلاح لیک کرده، درس کرده بیرون، شما خوندینش چند صفحه هست، چی گفته؟ آقای ظریف رو کشوندن مثل که تو مجلس، حتی تو رادیو تلویزیون هم باهاش یه مساوی کردن، به پته پته افتاد، چون طرف ازش سوال درست میپرسید. این میگه اجاره دادن، بعد میگه طبق قانون مستأجر و موجر. من کلمه موجر تا حالا اینجوری استفاده نمیکنم، نمیدونم یعنی موجر یعنی همسایه چی میگن، اینجا میگیم لندلورد و تننت، اینو یه بیشتر یاد گرفت. طبق قانون مستأجر و موجر هر وقت اون خواست ما رو میکنه بیرون. انگار یادش رفته خودش داره میگه ایرانو به چینیا اجاره دادن، یعنی اونا مستأجر ما هستن. گور پدر آخوندا. ولی بابا یک کم محض خدا عقل اون استفاده کنیم. بله سالهاست که این چینی ها در خلیج فارس دارن ماهیگیری میکنن، ماهیگیری هم که میکنن به صورت درست حسابی نیست، صدمه میزنن، اونها رو بیا بگو. ولی یه نفر اومده خونه شما رو اجاره کرده بعد شما رو میندازه بیرون. البته تو آمریکا اینجوری شده والا دیگه، اجاره میکنن مگه شما دیگه میتونید کنیش بیرون؟ ما یه دوستی داشتیم یه چند تا آپارتمان داده بود اجاره، یه روز گفتم میخوام آقا همه رو وقتی رفتم بفروشم. گفتم چرا؟ گو آقا میاد میشینه از اول، میاد برنامهش اینه که یک اجاره میده، از ماه اول دیگه اجاره نمیده، حالا شما برو بکنش بیرون. قانون آمریکا مگه میذاره اینو بندازی بیرون؟ شما هر روز هم میبینیم که چیزای یه نفر ریختن کنار خیابون، به این سادگی نیست که. در هر صورت
امروز سنگ مفت و گنجشک مفت. هر کس با استفاده از اینترنت شروع میکند به سخنرانی های آنچنانی. آقای موثقی، خدا پدر و مادر تو بیامرزه، خیلی ممنون، چه عکس قشنگی هم گرفتی شما. اون لب رودخونه از کجاست؟ بعدم هفته قبل شما زحمت کشیدید، من ممنونم از شما، متشکرم. در هر صورت خود رهبر جمهوری اسلامی و سران دولت همه در جریان این قرارداد از اول تا مکمل در جریان بوده و هستن. خب اونی که ما میدونیم، ولی آیا این قراردادی که بستن، اینم مثل دادن بحرینه؟ اینم مثل دادن اون رودخونه چیه هیرمنه؟ اینم مثل ترکمنچایه؟ الان نوشتن ترکمنچای چینی، همون ها رو ما خبر نداشتیم. حالا کی دولت ها میمدن، کی خبرها درز میکرد که ما بفهمیم کجاست کجا؟ تازه وقتی میشد، وقتی اون بند خدا مال پان ایرانیست میرفت تو مجلس داد و بیداد. مرد کی جاکش، واقعا این اردشیر زاهدی جاکش شاه بوده، با وجود که دامادش بوده ولی جاکش بوده. اینجا افتضاحی را انداخته، اگه یه روز این حخا بیاد صحبت کنه واقعا، که این خونه خریده بودن توی مریلند، استخر و اسب و تنیس و اینا برای خانم بازی. خب این مرد که احمق که نشسته بود اونجا، اون نخست وزیر هویدا، بعد میاد میگن آوا چی حالا سر صدا میکنی، نماینده مال خوزستان هم بود فکر کنم، پارینالیست، چی سر صدا میکنی؟ این بحرین مثل یه دختری بوده که شوهرش دادی. در اصل که بحرین استان چهاردهم ایران بود. اون وقت پدران من و شما کجا بودن؟ فهم و شعور اینا کجا بود؟ اصلا اگه بود و میدونستن هم اگه حرف میزدن چی کارشون میکردن؟ آقا گور پدر آخوندا، به قبر پدر همهشون گو. ولی ببینید این مملکتی که ببینید یه نفر از خودشون گذاشتمش تو فیسبوک، بیان نگاه کنید ببینید چی میگه این آقا. آقا مملکت رسیده به یه جایی که داخل دارن اینو میگن. البته حالا براتون اینم باز میکنم که چرا این اینو میگه. الان امروز داره میگه روحانی خائن، چون میخواد فردا بگه آقای رهبر شما هم همچی دست کمی از خیانت نداری، بیان اینجا اینو شما داشته باش، من این آقا رو نمیشناسم. گوش کنید ببینید حرف زدن این آقا با اون بررسی اون خانم اسلامیه. 300,000 شهید دادیم که اینا رو نبینیم. کارگر تمام بالا و پایینش دندون نداره، میگم کو دندونات؟ میگه نداشتم، یکی کشیدم. بعد شما برید ببینید این رئیس جمهور بی شرف بی حیای خائن توی هواپیما میشینه جشن تولد 71 سالگیشو میگیره و شم فوت میکنه. خدا لعنتت کنه، خدا عذابت تو دنیا و آخرت زیاد کنه، چه نمک رو زخم مردم نپاشی. ما چه لاو اسلامیه؟ 300,000 شهید دادیم که اینا رو نبینیم. بله این دوباره دور میزنه اگه بخوایم ولش کنیم تا روز قیامت. و ببینید منو داره یاد سالای 55 56 57 میندازه، چون میدونی اینا خط قرمز داره. مثلا به توفیق گفته بودن شما خانواده شاه و شاه هیچ کاریکاتوری ازشون نمیتونی بکشی، ولی دیدید پیله میکرد به نخست وزیر اینا، هی نزدیکتر و نزدیکتر شد تا اونجوری شد. اینا الان دارن روحانی رو فوش میدن راست را. برید نقاشی های آقای فرهاد زمانیان رو ببینید، شاید خودم بهتون نشون بدم، ببینید چه بلایی توی این نقاشی ها سر روحانی آورده. اون وقت ما نشستیم خارج، اتفاق ساعت 2:30 با آقای فرزاد نیساری هستم، یه ویدیوی بسیار قشنگ درست کردن. معلومه که این گفتارشون رو از قبل یا آماده کردن یا به اصطلاح تمرین کردن. ولی ویگ یعنی یه چیز پخش پره. مثل این که من بهتون گفتم ما دانشجو که بودیم یکی از دوستان میخواست ازدواج کنه، بعد این فامیلی های تهرونشون یه خانم عروس خانم معرفی کرده بودن، این میخواست با اون ازدواج کنه. گفتیم خب دعوت کرد همه ما رو، توی روزی رفته بودیم یه بار دعوت کرد که ایو راستی عروسی من فلان موقع است بیاین. گفتیم خب کجا بیام؟ گفت شما بیاین تهرون، هر کی عروسی میگیره اونجا میره دور میدون شهیان. گفتیم یعنی ما زور پیاده شیم از اتوبوس ترمینال یا با هواپیما که نه وقتان رو با بیاد همینجوری وایسی میدون شهیاد که شما از با ماشین بیای بری. این دعوت ها آقای نیساری عزیز
28 تیر نمیدونم بیاین کجا، بیان برای چی؟ ولی خیلی خوشحالم که الان یک کمی رفتیم اون ورتر، کارگران، دانشجوان، معلمان اینا رو هم دعوت میکنیم. ولی خداییش نمیخوام بگم شما دروغ میگی، دیگران بیان به من دروغ بگین، بگین 20 میلیون نفر با شما در تماسن، شما هم سران سپاه رو میشناسید، باهاشون هستی، قوم لور و ترک و همه رو هم باهاشون هستی، ولی به خودتون دروغ نگید. ببینید در شبان روز چند نفر با شما تماس میگیرن. اگه فردا آقا من میدونم اگر به یک کسی تو شیراز بخوام پول بدم بره 70 تا چلو کباب بگیره برای یه جایی، میدونم یه نفر رو دارم که بهش اطمینان کنم، ولی میدونم من به این یه نفر نمیتونم بگم دوست عزیز شما بیا برو بزن شیشه فلان سازمان رو بشکن. میدونید یه حدی داره. ببینید دوستانتون در چه حد با شما دوست هستن. این سعید سالات پیش که من گفت که تو اون فیلمی رو دیدی که گفت آقا من دوستتم ولی دوستی نیستم که بیام برات اسباب کشی کنم. این فیلم ساینفیلد رو هر کی به اصطلاح میخواد انگلیسیش هم خوب بشه تماشا کنه. صحبت از انگلیسی شد، بذارید من سه تا چیز بهتون اینجا نشون بدم. اینا رو نمیدونم چه کسایی آشنا هستن با روسیتا استون. این روسیتا استون اسم یه سنگیه، این سنگه بهش میگن روسیتا استون. این یه برنامه خیلی عالی بود که وقتی اومد خیلی خوب آدم انگلیسی یاد میگیره، خیلی خوب اسپانیایی یاد میگیره. سعی تو که میری مکزیک، این اسپانیایی، این انگلیسی، یکی هم دارم جرمن دوچ، بله اینم آلمانی یادتون میده. اینا اون وقتا خیلی گرون بود، دونه 200 دلار و اینها بود و من اینا رو همینجوری داشتم. ببخشید اگه رفتم پایین صدام کم شد. اینا رو داشتم و حالا که داشتم چیزها رو باز تر تمیز میکردم دیدم اینها آمده، یعنی هست، و رفتیم عد گذاشتیم، عد زدم دونه 50 دلار، اگه ستاشو با هم بخواد میدیم مثلا دونه 40 دلار. شاید هم ارزونتر گذاشتم، گفتم ستاش چیه، دونه 40 دلار، ستاش اگه کسی بخواد 100 دلار، 110 دلار ببخشید. حالا اگه کسی میخواد تک تک همون دونه 40 دلار، چون با پول پستش میدیم 10-15 دلار پول پستش میشه، ولی اگه ستاشو با هم میخواین 100 دلار به اضافه 100 دلار هم بدیم براتون پست میکنم. اینم از و اما دوستان، آقای سلیمانی نوشته 18 صفحه در انصاف نیوز پخش شده، چیزی پوشیده نیست. آقا چیزی پوشیده نیست، شما مزخرف میگی، برو از اون خانمه سوال کن که دید اصلا هفتیرش روش نوشته که آقای خرم شهری آمدن میخوان بولت بزنن تو سرش. این حرفا چیه؟ بعد شما چرا رفتی خوندی اینو؟ نمیخواد بخونی که بشین این تلویزیون های لس آنجلس رو نگاه کن. آقا دادن رفت، آب رودخونه رو کشیدن. یادتونه این خانم شکوه میرزادگی، سد سیون، سیف پاسارگاد. میگم خانم اون اشتباهی که شاو و شرکت نفت انجام داد در رابطه با پتروشیمی و پالایشگاه شیراز، اینا رو نزدیک به زرقون و مرودشت و تخت جمشید درست کردن و اینا وقتی کار میکنه میرن بالا، اونجا هم بارون و این چیزا که میاد اینا رو میاره پایین. سنگ های تخت جمشید هم از نوع سنگ های آهکی هست، اونا رو ما ندیدیم نفهمیدیم، برای که اصلا اطلاعات به این صورت پخش نمیشه. حالا خانمه نشسته تو آمریکا، خانمی که میخواسته بچه شاه رو بدوزه، حالا جون سالم به در برده با لابد تواب شدن و چند نفر دیگر رو گزارش دادن و فلان، اینها اومده با آقای آخوند نوری علا، اینا میخوان ایران رو سیف کنن. سیف پاسارگاد زنکه احمق یه عکسی گذاشته بود، گفتم آخه نادان این عکس فوتوشاپ رو گذاشتی اونجا. من فامیلم شیرازن، سیوندن، میرن میان، میگن آقا اصلا همچی خبری نیست. بعد اون مرودشت، اصلا اسم مرودشت جایی که تو شیراز برنج میکارن، کجا برنج میکارن؟ جایی که همیشه آب شالیزار پلخان آب میاد بالا سیل میگیره. برید نگاه کنید همون تیپ 55 هوابرد مثل اینجا نشنال گارد میرفت به مردم اون منطقه کمک میکرد وقتی سیل میومد. مثل رودخانه زاینده رود هست،
طرف میگه میگم آقا من اونجا نجف آباد اصفهان دانشجو که بودم اردو بودم، میومدیم میرفتیم کاخ جوانان، از نجف آباد به کاخ جوانان اصفهان بغل اون چیزا رد میشیم و میدیدیم قایقا رو گذاشتن کنار، والیبال فوتبال بازی میکنن اونجا. و از خودتون بپرسید یه روزی که این عکس خشک زاینده رود، از خودتون بپرسید چرا پله گذاشتن از اون پایین؟ چرا پله گذاشتن؟ اونی که اینو ساخته گفته امروز بهار آب بالاست، تو این پله های بالا میشینیم، فردا تابستون آب نیست، میاد تو پله های پایین. بابا یکم مغزتون استفاده کنید اگه مغزی هست. اما تشکر میکنم از دوستی که این کتاب بریتانیای کبیر، نه کبیر، بریتانیای کبیر و رضا شاه رو برای من فرستاده. هیچ نوتی نوشته ای نبود چون ایشون از آمازون اوردر داده. من میدونم هفته قبل یه دوستی برای من نوشت که اون دستگاه رو برای پدرم میخوام بخرم، اون دستگاهی که سعید گرفت. گفتم اون رفته، دوتا رکو داریم، اگه کسی رکو میخواد برایش اونا رو میتونیم بفروشیم. گفت نه خودم رکو رو بلدم، درست میکنم. بعد نوشت که پدر من میخواد برای شما یه کتابی بفرسته. من فکر کردم اون کتاب فارسی هست، اگر اون کتابه در اصل این کتاب به دست من رسیده، نمیدونم از کی تشکر کنم با اسم، ولی اونی که اینو لطف کرده فرستاده به احتمال زیاد این دوست بوشهریمون هست که الان پیامشو براتون پخش میکنم. ولی یک کلمه اینجا نوشته، میگه Great Britain and رضا شاه، بریتانیای کبیر و رضا شاه، The Plunder of Iran. دوستان توی دیکشنری کلمه پلاندر رو استفاده کنید. دزدایی که با زور، میدونی یه دزدی میاد شما خوابی یه چیزی برمی داره میره، شما سوار اتوبوس میشی کیفتو میزنه، مثل سوربی میری توی یونان سوار مترو میشی، حماقت میکنی به جایی که سوار تاکسی بشی، طرف دست میکنه تو جیبت میخواد پاسپورت رو بزنه، شانس میاری نمیزنه، اینا دزدن. ولی پلاندر دزد سرگردنه، دزدایی که با زور با اسلحه با تهدید. رضا شاه رو میگه دزد سرگردنه. کی میگه؟ آقای قلی مجد میگه. و یه مشکل بزرگی وجود داره. مشکل بزرگ اینه که بنده انگلیسیم از فارسیم خیلی بدتر، ضعیفتر. انگلیسی زبان سوم منه و من تو 30 سالگی یاد گرفتم، یعنی دو کلمه انگلیسی هم که تو ایران یاد گرفته بودیم تو آلمان از بین رفت، آمدیم اینجا. و حالا با اجازه اون کسی که اینو فرستاده، چون من نوشته های قلی مجد این برانور خوندم، اگرم بشه کتابش به فارسی باشه اون کتاب گیر میارم. اگه کسی این کتاب رو میخواد یه حمایتی از تلویزیون مردم انجام بده تا ما اینو براش بفرسیم، لطفا در آمریکا، چون کانادا و اینا خیلی گرون هست. ممنونم. Great Britain یعنی بریتانیای کبیر و رضا شاه، The Plunder of Iran یعنی دزد سرگردنه ایران، غارتگر ایران. و ببینید که چه پرونده های گذاشته که اینها از روز اول به اصطلاح با این هدف اومدن. حالا من این پیام دوستمونم براتون پخش میکنم، بعد میریم سراغ آقای نیساری و ببینیم که آقای نیساری چی میگه. نه امروز برنامه خیلی خوبی داریم، قسمت خود من که چیزایی رو که مزخرفات هست و اینا میگم شما رو نگه میدارم، ولی قسمت پرمحتواش آقای فرزاد نیساری میاد، بعد ساعت 3:30 آقای امیر حسین لادن میان با مقاله جدیدی که نوشتن درباره شاه و پدرش، هم خودشونو خراب کردن هم میراث ایران و اینها رو. بعد از اون برنامه آقای حسن ارشاد رو تماشا میکنیم، برنامه شماره 278. چون برنامه ایشون بیشتر از یک ساعت هست، من فکر کردم که برنامه آقای سعیدی رو، آقای عباس سعیدی که متریالیست هستن، بذاریم ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که میشه 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، پس با ایشون هم خواهیم بود. میگن که بله، ایشون هم آقای محمدی میگن با سلام خدمت شما، پیشنویس قرارداد در 18 صفحه منتشر شده و عموما اخباری در مورد اجاره کیش و قش دروغ میباشد. سند 18 صفحه‌ای راهبردی است و سرفصل همکاری
دوستان چین سوپر پاوره. دیروز داشتم رادیو گوش میدادم، یک فکر کنم مال اف بی آی ری، این میگفت که چین اصلا ما موقعی که خواب بودیم این اومد زد و برد تمام اینایی رو که بعد این احمق نمیدونم ترامپ و قبلش هم حتی اوباما هم حماقت کردن، اینا سر امیگریشن و اینا به اصطلاح نیروهای خوب و زبده و اینها رو از دست دادن. بعد چین هم وقتی هی داشت میمد بالا، طرف گفت من خوب بایستم آمریکا برای چی؟ که آخرش هم اگه جنگ بشه مثل ژاپنی ها میخوان بریزن تو اردوگاه. شما اینجا یه دوستی داشت صحبت میکرد، اتفاقا خودش و شوهرش هم آمریکایی شدن، بعد اینا چی کاری میکنن این سیاه‌پوستا اینجوری و اینها، و ما یه سوال ساده ازش پرسیدیم، گفتیم شما که اینقدر شیک و خوشگل و تمیز و مرتب هستی، اگه به وسیله یه پلیس آمریکایی یه جایی نگهت بدارن، آیا همون رفتاری رو میکنن که با یه سفید پوست کثیف آشغال میکنن، یا اونو بهتر از شما تریت میکنن؟ گفت اونو بهتر از من تریت میکنن. میریم سراغ بله پلاندر، میگن غارت، من همین فکر کردم، دوز سر گردنه غارتگر. توی دیکشنری نگاه کردم، دیکشنری که همون دیگه گوگل این روزا میزنی میاد، نوشته بود کسی که یک چیزی رو با زور میگیره، نه فقط از شما میدزده بلکه زور و روب و به اصطلاح وحشت و اینها رو هم اعمال میکنه. بریم سراغ آقای فرزاد نیساری، بعد از ایشون من اون پیام دوستمون که از بوشهر لطف میکنن زنگ میزنن رو برای شما پخش میکنم، و اجازه بدین که آقای نیساری عزیز. بله ایشون هستن، تصویر خیلی خوب، اگه لطف کنم فقط یکم صحبت کنم من صداشون رو ببینم. بفرمایید آقا. صدای من رو دارید؟ با درود به شما. بله بله صدا هم خوبه. آقا اون ویدیویی که شما گذاشتید توی فیسبوک خیلی عالی، تصویر و همه چیز، و شما تبریک میگم که کارتون به اصطلاح هر روز بهتر و بهتر میشه. آدمای پرفشنالیست اینجوری هستن، پرفکشنیست، که هم پرفشنالی عمل میکنن هم هر روز پرفکتر میشن. خب ما امروز چند تا مسئله از این طرف داریم که اگه شما اجازه بدین میپرسیم، ولی طبق معمول چون شما مهمان برنامه هستید خودتون مختاری در مورد هر چیزی که میخواین صحبت کنید. اگه وقت باقی مون من درباره این قرارداد و اون فراخوان شما و دوستانتون صحبت میکنم. دوستان عزیز با آقای فرزاد نیساری هستیم، خوشحالم که ایشون با ما هستن. آقا میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با درود به شما میهمانان گرامی، با درود به همیهنان گرامی و بهتر از جانم، با درود به استادانی که به من درس زندگی و آزادگی آموختند، و مهمتر از همه با درود به فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم، از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران، در خدمت ایران و ایرانی. خب موضوع ها همون جوری که آقای سوربی گفتید بسیار هست، روز به روز اوضاع ایران بدتر میشه، ولی من میخوام به اصطلاح خط تمایزی بکشم بین اوضاع ایران خراب میشه و اوضاع به اصطلاح رژیم جمهوری اسلام خراب میشه، جمهوری اسلامی. ببینید اینها بی سواد هستند، از اینها هیچ چیزی بجز یک کار ساده که بفروشن و بخرن بر نمیاد. در عمل در 40 سال گذشته اگر تدبیری شده، اگر سازندگی شده، اگر کسی اومده و یک چیز رو به نام یک ایرانی جلو گذاشته، اون به اصطلاح بر عهده و به دست توانای دانشمندان بوده که تونستن در درون ایران بمونن. اگر کسی تولیدی کرده از اون طرف بوده، وگرنه اینها فرهیخت کش، دانشمند کش، تمام مغزهایی که در ایران میتونستن در عرض 40 سال گذشته با سرمایه هایی که ما داشتیم به جایی برسونن ایران رو، اینها از بین بردن. مهمترین سرمایه ای رو که اینها در 40 سال گذشته از بین بردن، همون چیزی که همون طور که من قبلا هم گفتم
اولین کار این هست که نسل جوانی که پس از یک انقلاب پا به عرصه وجود میذاره رو 2 میلیونش رو در جنگ با عراق اینها از بین بردن، که تمام اون کسایی که به اصطلاح همت و اهمیتی داشتن در دفاع از ایران اونها رو از بین ببرن و اینها بتونن به تاراج خودشون ادامه بدن. پشت سر اون در عرض 41 سال گذشته اکثر جوانها رو یک لیسانسه، 2 لیسانسه، ما 3 لیسانسه داریم، کسایی داریم که 40 سالشون هست هنوز سر کار نتونستن برن و کار مهمی پیدا نکردن. در صورتی که اگر به کشورهایی که انقلاب کردن نگاه بکنیم، میبینیم که در تا انتهای نیرویی که داشتن از نیروی جوان استفاده کردن. چین یکیش هست که مثال میزنید، به همین سادگی سر پای خودش نایستاده. آمریکا خودش در سالهای 1930 بر پایه نیرویی که جوانها رو کشید توی میدون به جایی رسید، روسیه به همچنین و کشورهای دیگه و مشابه. اما در درون ایران کار این رژیم اصلا سازندگی به اون صورت نیست. مسئلش این است که میگه آقا جون بر اساس اون چیزی که دانسته هایی که رهبریت این رژیم جمهوری اسلامی داره، که قسمتش بر میگرده به همون واپسگرایی مذهبی که ازش دفاع میکنه که اسلام باشه، رهبریت اینها یک رهبریت به اصطلاح دزد سر گردنی، یک رهبریتی که غنیمت فقط میتونه بگیره، زنهای مردم رو بگیره، مردها رو بکشه و به زنها تجاوز کنه، حتی تا اونجایی که میگه سوار شطور هم که بودی میتونی هر کاری بکنی. ضمناً اون پس میرسیم به اون واجهی که آقا جون بریم این کار رو فلان کار رو بکنیم که مثلا فرجی باشه. فرج رو شما اگر در زبان عربی برید بخونید ببینید معنیش چیه، واقعا شرم‌آور هست که یک همچین چیزایی رو وارد فرهنگ ما کردن. حالا به هر روی یک همچین کسانی پنجه انداختند در سیستم فرهنگی ایران 1400 سال. در سال 1357 به خاطر پشتیبانی که رژیم قبلی در پروردن اینها و فربه کردن اینها به کار گرفته بود به دستور اجانب، اینها آماده بودند در 1357 انقلاب مردمی رو بدزدند، دزدیدند و پشت سر اون یکی از کارهای مهمی که کردند این بود هر کسی رو که سواد داشت گرفتن یا کردن توی زندان یا فراری دادند یا اعدام کردند یا سربنیست کردند. به هر روی قدرت رو به دست گرفتن. اونجایی که آبروی شاه رفته بود و نمیتونست این کار رو بکنه، اینها اومدن به دستور اجنبی این کارها رو کردن. حالا بحث اینجاست که جمعیت ما در درون ایران و من جمله بسیاری از اپوزیسیون افتادن دنبال این که آقا جون ما بریم از تضادهای درون یک این سیستم استفاده کنیم بر علیه خودش. اینها سیاستهای بسیار ورشکسته و کهنه و بسیار قدیمی هست. نیروی ایران در زمان پرباریش، در زمان نتیجه گیریش تنها زمانی بوده که یک مقتدری با پشتوانه مردمی داشتن بر علیه دشمن شوریده و بدون به اصطلاح چونه زدن قدرت رو گرفته. این هست که در درون ایران هم ما با یک همچین چیزی مواجه هستیم. با اینها به اینها اعتراض کردن اصلا بیفایده و در حقیقت اگر من بشینم و اعتراض کنم و بگم که آقا از دست اینها چرا این کار رو میکنن، چرا اون کار رو میکنن، در حقیقت به شعور خودم من خیانت کردم، به خودم توهین کردم. برای اینکه از یک همچین کسانی بجز این کارهایی که اینا میکنن کار دیگری بر نمیاد. سیستم، نیرو، هدف، ایدئولوژی و به اصطلاح چیزی که تنها بر یک کتاب تکیه میکنه و تمام دستاوردهاش رو در تفسیر رو نمیدونم تدبیر و نوشته های اون کتاب صرف میکنه و امروزه در عرض 300-400 سال گذشته از علم فیزیک، شیمی، ریاضیات و چیزهایی که به اصطلاح مدرن هست بی بهره هست، جز این نتیجه دیگری نمیده. حالا ما رسیدیم به جایی که فکر میکنیم چین اومده ایران رو غارت کنه. غارتگری رو در حقیقت همین ها شروع کردن. من حساب بند در یک از صحبت هام گفتم که ایران در به اصطلاح نفت و گاز شمال انگلیس سرمایه داره، سهم داره و اینها چه بلایی بر سر اون آوردن. در حقیقت تمام رو کمپلت به دست دولت انگلیس دادن و گفتن آقا جون اگر سودی بود از سود اون 12% به ما بدین. این صحبت مثلا کمتر از 2 سال پیش است. ولی اینا چیزی نیست در رابطه با کارهایی که اینا در داخل ایران کردن. اینها رفتن گازی رو که به اصطلاح هر واحدش رو، الان نمیخوام زیاد مشکلش کنم، هر واحدش رو مثلا 40 دلار یک زمان قیمت خودش بود،
در زمان همین آقای احمدی نژاد رفتن دادن تقریبا 18 دلار هر واحدی، در صورت که 40 تا بود. بعد رفتن زدن زیرش و گفتن کسانی که همچین قراردادی رو امضا کردن نمیدونم خودفروش بودن، نمیدونم نماینده دولت نبودن و غیره و فلان و فلان اینها، که بیان از زیر بار این قرارداد بیرون. چرا؟ نه برای اینکه دل اینها به خاطر ایران میسوخت، بلکه برای اینکه اون کسانی که در قدرت بودن دستشون عوض شده بود. در حقیقت اون کسانی که رفته بودن با اون بر خلیج فارس قراردادی رو امضا کرده بودن برای خلیج، برای به اصطلاح فروش گاز، پولهاشون رو گرفته بودن، حالا کسی دیگری در قدرت در ایران سر کار بود، میخواست واسطهای خودش رو سر کار بگذاره. ولی بدوازی رو ببینید، وقتی که حتی این مسئله به دادگاه الهی کشیده شد در گیری بین دو دولت و اونجا ثابت کردن که آقا این کسایی که این گاز رو به شما فروختن از طرف ایران دولتی نبودن، نمیدونستن، احمق بودن، فلان کردن، بلان کردن و به اصطلاح فسخ کردن یک به یک صورت این قرارداد رو، منتها زد آقای روحانی اومد سر کار. این آقای روحانی همون احمقهایی رو که در دادگاه الهه دولت ایران اعلام کرده بود که اینها احمق هستن و قرارداد مثلا 18 دلار رو نبایستی میبستن و باید حداقل 40 دلار میبستن، همون شخص رو کرد وزیر به اصطلاح نفت و گاز و غیره و غیره. اون وقت کشورهای همسایه خلیج فارس از دوباره رفتن دادگاه الهه، گفتن آقا جون مگر میشه وقتی شما اعلام کردید که اینها احمق بودن و فلان نبودن، چطور است که الان سر کار گذاشتیشون به عنوان وزیر؟ پس بیاد خسارت ما رو بدید و کل خسارت از ایران گرفتن. ولی چرا علارغم این خرابکاری ها چک اینها نمیگزه؟ چرا چک اینها نمیگزه؟ این رو من قبلا هم توضیح دادم. اگر تمام ایران، تمام ماشینالات ایران بخوابه، تمام کارخونه های ایران بخوابه، یعنی هیچ تولیدی صنعتی در ایران نباشه، اصلا چک اینها نخواهد گزید. چرا؟ برای اینکه هنوز با خر و قاطر مردم رو این ورانور میکنن، مادامی که بتونن پول ملت رو بچاپن و غارت بکنن اینها هیچ مشکلی ندارن. اندازه پول اینها هم سرشون میشه، ولی وقتی که مال مفته میگه آقا جون به جایی که نقد میفروشم، به جایی که نسیه بفروشم، بنابراین اگر کسی نیست اینجا بخره نمیدونم 100 تومن، حاضر است فقط 10 تومن بده، مثل مال دزدی شده. یعنی اینها با مال ایران درست مثل مال غنیمت گرفته و دزدی شده برخورد میکنن، مال خودشون نیست، با هر قیمتی که بخوان میفروشن، با هر کاری هم که بخوان انجام میدن. این هست که ما مردم ایران مادامی که دوزاریمون نیفته، مادامی که عقلمون سر جاش نیاد، مادامی که بین این جناح و اون جناح گیر نکنیم، اینها رو بایستی به صورت کلیش دریافت که آقا اینها دزدن، اجنبی هستن، دست نشانده هستن و فقط کیسه جیب خود و به اصطلاح بسیاری از دوستان فریخته زالوزادگان خودشون رو میسنجن. بقیه مردم ایران اصلا بر اینا مهم نیستن. 10 میلیون جوان ایرانی بیکار، نیروی بسیار ایستاده و میتونه خانه سازی کنه، میتونه به اصطلاح مدرسه سازی کنه، میتونه یک مملکت رو از اونجایی که هست بکشه بیاره بالا، هیچ خبری نیست. سرمایه های سنگین ایران رو شما اگر یادتون باشه، زمان احمدی نژاد درآمد سالانه ایران 800 میلیارد دلار بود. حالا این احمق ها در عرض 2-3 سال گذشته به جدایی 5 میلیارد دلار افتادن که آقا دولت های خارجی بیاد 5 میلیون دلار به ما بدید. ببینید اگر مسئله به همین سادگی بود و ما میتونستیم این مسائل رو به همین راحتی ببینیم، مسئله حل بود. ولی بازی سیاسی دنیا بسیار پیچیده تر از این هاست. سرمایه و به اصطلاح گشتن این سرمایه در دنیا امروز یک چیز بسیار پیچیده ای شده و تنیده به هم هست. من توضیح میدم چطور هست که همین دولت چین که به اصطلاح با دولت های غربی رقابت میکنه، که اون رقابت هم هست، سیستم های راداری و سیستم های به اصطلاح تکنولوژی رسانه‌ای غرب رو که الان درگیر هستن با همین غرب در رابطه با این مسئله، اینها دارن تأمین میکنن. بعد شما اگر در عرض 40 سال گذشته نگاه بکنید، میبینید دولت های مثل انگلستان و فرانسه و آلمان سرمایه های بسیار سنگینی از پول خودشون رو با بستن کارخانه هایی که یا ضرر میداده یا به لحاظ به اصطلاح محیط زیستی
امکان داشته براشون مسئله ایجاد بکنه، اینها رو برداشتن و بردن در چین و اونجا سرمایه گذاری سنگین کردن. بنابراین وقتی که چین از اونجا میاد بیرون و میره جای دیگه سرمایه گذاری میکنه و با استفاده از همون کارخونه ها و با استفاده از همون سرمایه ها میزان نفوذ خودش رو گسترش میده، در حقیقت این بار اگر من درگیر بودم قبلا با خرید از فرانسه و خرید از آلمان و خرید از انگلیس به هر صورتی، حالا یا به مسئله سیاسی یا مسائل دیگری، من از چین راحت خرید میکنم و اون دولت ها از این طریق خرید و فروششون رو میکنن. کار از این هم پیچیده تر میشه زمانی که روسیه، چین و کشورهای دیگر نشستن دور یک میزی و به عنوان شعبده بازی ماها رو به بازی گرفتن، دست نشاندهشون رو در این کشور و در اون کشور گذاشتن، به اون دست نشانده میگن شما سنگ بردار به طرف اون بر آب پرتاب کن، اون یکی میره به اون میگه تو از اینجا بردار به اون طرف آب پرتاب کن. این وسط ملت‌های ما گرفتن نشستن که آقا کدام جناح از این حکومت‌ها با مردم هستن و کدام جناح بر علیه مردم هستن و کدام جناح دوست، اینها همشون یک پارچه هستن. مادامی که ما مردم ایران صاحبان اصلی این سرزمین، صاحبان اصلی این ملک و هر چیزی که در درونش هست بدون صاحب اینها رو رها کنیم و مادامی که حاضر باشیم به کسانی که تجاوزکارن، به ناموس مردم احترام نمیگذارن، حالا اسمش رو هرچی میخواد بگذاریم، کتاب قرآن از پیغمبرشون، از پیغمبر امامشون بگیری، نسبت به مردم و انسانیت بی احترامی کردن تا این تا اینکه به خودشون که هم از اسلام به استراسو استفاده میکنن، هم از مذهبی که عقب مانده و با پسگر است. صدای من میرسه به شما؟ بله آقای نیساری. اجازه بدین من متوجه حرفای شما هستم، با خیلی از چیزایی هم که میگین موافقم، ولی این چیزایی رو که شما میگید مثلا من به سواد خودم، دوستان دیگه به سواد خودشون تا اندازه این متوجه هستیم. اون چیزی رو که ما نمیفهمیم اینه که ما چه کار باید بکنیم، چون الان دیدم که شما تازه دارین برمیگردین مردم رو یه جوری سرزنش میکنید که اینها هستن که تحمل میکنن، به این دلیل اونها هم ظلم میکنن، اونها هم میفروشن و میبرن و اینها. مثلا اینجا خانم دکتر جیلانی نوشته رفسنجانی گفت نظام ما با نظامای اروپایی متفاوته، مسئله ما اقتصاد نمیتونه نظام رو پایین بیاره. ببینید این خیلی مهمه، یعنی اینا 42 ساله یا باید قبول کنیم دولتای دیگه با اینها مخالفن یا قبول کنیم دولتای دیگه دارن به ما دروغ میگن. شما موضع چی؟ شما فکر میکنی اروپا و آمریکا به مردم ایران دروغ میگه؟ یه خانمی هست به نام خانم نایر، حتما ممکنه بشناسین از لحاظ چیز، هم شیرازی هستن، همسر اون آقایی که صاحب کفش ملی بودن و اینها، ایروانی قربانی اینها، ایشون برای من یه ویدیوی فرستاده بود که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جشن تیرگان را به ایرانی ها تبریک گفت. من و شما مدرسه رفتیم تو شیراز، چه سالی شما جشن مهرگان و تیرگان جشن گرفتید؟ چه در دوره شاه، چه در دوره آخوندا. حالا میگم خانم به این دلخوش نباشید که یه نفر ایرانی برای اینا یه چیزی فرستاده، اینم برای شما فرستاده که جشن. اینا پشت دارن معامله میکنن، هر روز این ترامپ داره سعی میکنه با اینا تماس بگیره و ما متاسفانه میبینم شما و دوستان که میایید درست چیزایی رو که درد ما هست میگید، ولی راه حل و درمانش رو من ندیدم تا حالا، نشنیدم تا حالا. آقا چجوری اینا میتونن یه مملکتی رو، شما مهندسی میگی این پل خرابه داره میریزه، ولی اینا دارن ماشینای سنگین هم روش میبرن. یه فیلمی هست به نام ماهی، برید نگاه کنید. این فیلم رو بر اساس داستان درست اصلی ساختن، ماجرای همون طلاها هست که رفته ترکیه و کشورهای دیگه و اینها. ببینید اصلا اینا حرف که میزنن پولا نقل میلیارده، نه میلیارد تومانا، میلیارد یورو. ولی من نمیدونم، حالا شما همه این توضیحاتو بده، اینا اینجوری بازی میکنن، چینا با ما اینجوری. آقا چینا کسیه که آمریکا الان از دستش عاجز شده، مونده که چه کار کنه، از در میکنه بیرون، از پنجره میاد تو. حالا چجوریه؟ باید اول بفهمیم دشمنمون کیه، قدرتشون چیه. شما فکر میکنید چرا آخونده تونستن 42 سال بر سر حکومت بمونن، حکومتی که شاه با همه که
با آمریکا بود، با انگلیس بود، 37 سال بیشتر دووم نیاورد. اینو باید ببینیم چرا. این چرا اون وقت با نقشه را من ساکن میشم. بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید، اول اینی که صدای من میاد؟ بله بله. بسیار عالی. اول اینکه این پل که شما بهش رجوع میکنید خراب شده و اینها هم پل رو خراب کردن. ولی اینها هم اون تریلی ها و کامینه هایی که شما فکر میکنید از روش رد نمی کنن. من این رو قبلا هم توضیح دادم. ببینید، من کارم در خارج، در به اصطلاح چند دو سه کشور اروپایی، من کارخانه زو تولید زو، یعنی کارخانه زوباهن رو با کمک مهندسین مکانیک و مهندسین برق و به اصطلاح، ولی من به عنوان مهندس سازش کار کردم و راه انداختم. من میدونم که مثلا تولید مثلا جلو قسمت جلو منحنی مثلا نوک پیکان یک موشک چه مسائلی درش هست و چه کشورهایی میتونن این رو تولید کنن، و این صرفا اینی که بیان دو تا ورقه آهن بغل دستم بزنید و جوش بزنید نیست که همچین چیزهایی. من این رو میدونم ولی مردم عادی نمیدونن. بنابراین وقتی این دولت میاد میگه این کار رو کردم از روی پل تریلی، اینها همش حرف هست. ببینید، مسئله رو بایستی ما اینجوری ببینیم. آی سوربی، مسئله رو باید اینجوری ببینیم. اون چیزی که داره در جلوی ما بازی میشه شعبد بازی بیش نیست. اینی که مثلا میان آقای غلامرضا نمیدونم فلانی رو میبرن در رومانیا و اونجا مثلا میگن مرده، فلان شده، سربنیز شده، بعد میان توی ایران یک چیزی، یک کسی دیگر رو میگیرن، یه بار یقه روحانی رو میگیرن، یک بار یقه نمیدونم لاریجانی رو میگیرن. خیر، این سیستم کلش این است. ولی اینها تردستیشون در این هست که تردستیشون هم در خودشون نیست. استادان اینها، من قبلا هم گفتم، سازمانهای ویژه و بسیار محکم، پروفسورهایی دارن، روانشناس اینها در آمریکا، در انگلیس، در آلمان، در کشورهای دیگر، اتاقهای مخصوص ایران، اتاق مخصوص مصر، اتاق مخصوص نمیدونم عراق، اتاق مخصوص افغانستان. اینها کسانی هستند که در عرض نمیدونم 100 سال گذشته فرهنگ و جامعه ما رو زیر بناش رو زدن. یعنی حتی فریختگان ما هم شاید اطلاعاتشون نصف اطلاعات اونها باشه. بنابراین این یک سیستم بسیار پیچیده و بسیار شعبده بازی ریخته شده است برای ماها، و ما نبایستی خودمون رو درگیری این بکنیم که کدام قسمت این درست است کدام قسمتش نیست. اگر این حکومت قابلیت رد کردن تریلی از روی پل داشت، اگر قابلیت به اصطلاح تولید یک چیز صنعتی به اون صورت داشت، که دیگه ما نیاز به چین نداشتیم، ما نیاز نداشتیم که نمیدونم امروز تمام کارخونه ها رو ببندیم و بریم همه اجناس رو از خارج بیاریم. ببینید، زمان شاه در زمان انقلاب نبود، در زمان کودتای 1300 و هرچی که بود 32، وقتی که کودتا شد، آقای طیب و شعبون بیمخ که میگفتن ما مثلا نمیدونم طیب تاج بخش و فلان اینها هستیم، اینها رفتن پیش شاه و گفتن آقا انحصار سیب رو ما میخواییم، باید این رو بدی به ما. بعدها مشخص شد که آقا اینها برای هر چیزی در درون ایران همون زمان شاه انحصار گذاشتن، این رو بده به اون، اون رو بده به این، نگذار مردم شرکت بکنن. این سیستم هم همینه. این سیستم بسیار پیچیده رو غرب از قبل پیچیده، تمام اینها رو برای ما نسخش رو گذاشته. خمینی و اینها رو که شما بارها میگید اومدن با شجاعت در درون ایران، اصلا این خبرها نبوده. اونها در حقیقت ارتش ایران رو زیر کنترل خودشون تحت رهبری خودشون خونسا کردن، بعد خمینی دیگران رو خودشون وارد ایران کردن و این فیلم شعبده بازی رو به ما دادن. اما چطور شده که اینها این کلاهبرداری ها رو کردن و ما هنوز اینجایی هستیم که هستیم؟ علتش این است آی توربی که بستر ایران در عرض 200 سال گذشته به ویژه، البته برمیگرده تا سالهای قبل از اون هم، ولی آماده پذیرش این چیزها هست. چرا؟ یک مقدارش برمیگرده به خرافاتی که خود ما اعتقاد داریم، ولی اکثریتش رو شما وقتی برید عقب و برسید به امیر کبیر و میرزا تقی‌خان فراهانی و غیره و غیره، میبینید که همین نیروهای خارجی هر کسی رو که در ایران سربالا میکرد اینا سربنیست میکردن. درست وقتی این رو ادامه بدید تا زمان انقلاب 57 صادق بوده، از انقلاب 57 تا حالا صادق هست،
و مادامی که مردم نیرو رو به دست خودشون نگیرن این صادق هست. بنابراین اگر مثلا حاج پسر رضا پالانی بیاد سر کار، قولتون میدم این ادامه پیدا خواهد کرد. اگر یک کسی به نام دیکتاتوری بیاد سر کار، بگی من میخوام دیکتاتوری کارگری ایجاد بکنم، هر کسی در ایران که بخواد دیکتاتوری رو به نوعی بر مردم ایران تحمیل کنه، هیچ شکی نداشته باشید که میخواد همون آش همون کاسه رو ادامه بده. منتها به خاطر اینکه من قبلا هم گفتم میزان ثروت ایران 10% ثروت دنیاست، جمعیت ایران 1% دنیاست، بنابراین انقدر در ایران ثروت هست که اگر این آخوندها فقط بگیرن توی خونه خودشون هم بتنرگن و به کشتار ایرانی ها ادامه بدن، اون پول برای خودشون و آقازاده هاشون که چرت کنن برای 3 شهر ایران کافی است، ولی مردم ایران رو میتونن به فنا ببرن ولی هنوز به زندگی خودشون ادامه بدن. این ما نبایستی از چشم دور کنیم، ما بایستی بازی جهان رو و بازی جهانی رو بشناسیم. تا نشناسیم کار پیش نمیبریم. ما نمیتونیم توی خرافات گذشته و دانش کوچک خودمون بنشینیم و فکر کنیم که این مسائل حل میشه. حالا مسئله این است که چطور ما میتونیم از پس اینها بر بیایم. من هیچ زمانی و به هیچ وجه مردم ایران رو احمق و وامانده و پسمانده و غیره ندیدم. من ایراد من به اینها و خود من که یکی از اونها باشم این هست که همیهنان ما هر چیزی رو که خوب هست به دشمن چسبوندیم. دشمن ما، حالا بعضی هم میگن آقا جون شما میخوای جنگ مذهبی راه بندازی، همچین چیزی نیست. من جنگ بر علیه حماقت رو راه انداختم، جنگ بر علیه حماقت، اون حماقتی که الان ریشه دار در حقیقت جلو اکثر ایرانی ها رو میگیره که کنه دشمنی این آخوندها رو ببینن، همون اسلام هست. نگاه میکنن میگن آقا جون اگر ما اینها رو بگذاریم کنار از کدام مسلمان بایستی پیروی کنیم؟ وقتی رفتیم پیروی بکنیم، به قول شما نگاه کنید اون ویدیو رو که حاج پسر رضا گذاشته بود، میگفت که اگر قرار هست که جنگ با اسلام بشه و اسلام از بین بره پس بهتر اینها بمونن. غلط کرده همچین حرفی میزنه. در حقیقت این اسلام تا از بین نره در حقیقت هژمونیش من منظورم است. مردم آزاد هستن هر مذهبی میخوان داشته باشن، ولی تا این هژمونی سر جاش هست اکثر مردم فکر میکنن که درگیر با کسانی هستن که مدعی رهبریت به اصطلاح دیانت هستن و قدرت خدایی دارن. این چیزها نیست. مردم ما در حال حاضر دارن به اون منطقه، به اون نقطه میرسن. ما هم هیچ وقت از مردم ایران رو برعکس اپوزیسیون های دیگر جلو چشمشون خاک نریختیم، کار خرابکاری نکردیم. ما هم کار مدنیمون رو کردیم، هم همواره گفتیم بدون عمل هیچ تغییری ایجاد نمیشه. شعبد بازی ها را هم همیشه نشون دادیم. بسیار ممنون آقای اگر یادتون بیاد آقای سوربی، شما یادتون هست یک نشریه بود زمانی که ما بچه بودیم در ایران، دو تا نشریه بود برای خردسالا، یکی کهان بچه ها بود، یکی اطلاعات دختران و پسران، یادتون میاد؟ بله کهان بچه ها رو یادم. آفرین. توی این کهان بچه ها وقتی باز میکردی یک چند تا سرگرمی بود، نقطه هایی رو گذاشته بودن، میگفتن شما وقتی این نقطه ها رو به هم وصل کنید یک شکلی ظاهر میشه، حالا بگید این شکل چی است. یا دو تا تصویر میگذاشتن و میگفتن آقا تفاوت این دو تا تصویر، دو تا 10 تا اختلاف درش هست، اینها رو پیدا کنید. مردم ما در رابطه با سیاست و اپوزیسیون ما در رابطه با سیاست حتی در دنبال روی و دنبال کردن این نقطه ها هم گیر هستیم. وگرنه شما کافی است وقتی که یک نفر میاد میگه آقای ایرج مستاقی بلان، آقای کابوسی بلان، آقای جوانمردی بلان، آقای فلان الان، اینها رو وقتی شما کنار هم بگذارید و این نقطه ها رو به هم وصل بکنید کاملا روشن‌تر میشه که کن و ریشه اینها به کجا بسته است. حالا من در رابطه با همه اینا صحبت کردم، ولی اینکه عاجلا چه کار بایستی بکنیم هنوز نکردیم. ببینید این قارتی رو که ما داریم نامش رو میبریم ربطی به چین، چین البته از منافع مملکت خودش دفاع میکنه، بنابراین ایران نباشه جای دیگر رو میگیره، دود از کنده ما برمیخیزه، این درخت ما خودش روش میزده، بنابراین باید دست اینها رو کوتاه کنیم. ولی یک چیز جالبی هست، پرسش من این هست، چطور هست که رضا قلدر بزدل از یک طرف در میاد میگه آقا مجلس ایران یک طبیله است، بعد وامی داره هر قانونی و هر قراردادی رو که با بیگانه میبنده و همون مجلس اون رو تصویب کنه و نمایندگان مجلس زیرش امضا بکنن. این خیلی جالب هست.
برای همین هست که همان نماینده های مجلس هم جزئی از خیانت بودند. کسی که نبایستی کار اشتباه رو امضا زیرش بندازه و بندازه، خودش جز خائنی بیش نیست. بنابراین نمایندگان مجلسی در ایران که در رابطه با دریای کاسپیان ساکت می‌نشینند، در رابطه با این قراردادهای همچنینی با چین ساکت می‌نشینند و امضا زیرش می‌اندازند، اونها هم جزئی از همین سیستم هستند. حالا میرید توی برنامه به اصطلاح ایران نگاه میکنید، درگیری سنگین بین مردم است که آقا ما این نماینده رو نمیخوایم، اون نماینده رو میخوایم. حالی جنابان، قانون ایران میگه شما نماینده مجلس نخواهی شد مگر اینکه بپذیری آقای خامنه‌ای ولایت فقیه هست. اگر زیر این امضا کردی میارم تو، اگر نکردی نمیارم تو. این یعنی مردم ایران چنین مجلسی منحل هست، این مجلس نماینده مردم ایران نیست. اما چرا نیاز هست؟ نیاز بهش برای من نیست، برای تو نیست. نیاز بر این هست که وقتی میره قرارداد رو با یک دولت بیگانه مینویسه، وقتی دستورات اجنبی رو به اجرا در میاره و این نمایندگان مجلس که به اصطلاح نماینده ما هستن زیرش امضا میکنند، در حقیقت به نام من و تو زیرش رو امضا میکنند، اینجوری مملکت رو به باد میدن. بنابراین مردم ما در صورتی آزاد میشن، در صورتی قدرت کسب میکنن که کلیت این نظام رو به زیر لامت سال ببرن، نه اینکه آقا کدام بخشش به نفع من هست کدام بخشش به نفع من نیست. و ما به اون لحظات داریم بسیار نزدیک میشیم و هرچه نزدیکتر هرچه زودتر بهتر. در اختیارتون. من ممنونم از شما، امیدوارم دوستان از طریق فیسبوک که من صفحه‌شو نشون دادم با شما تماس بگیرن و بشه یک همکاری و هم فکری جمعی داشته باشیم و باز هم سعی میکنیم با شما باشیم. امیدوارم در برنامه‌های آینده خبرهای بهتر داشته باشیم، چه در رابطه با کرونا، چه در رابطه با ایران، چه در رابطه با وضع اقتصادی مردم ایران. خیلی ممنون که با ما بودید. زنده و پیروز. از وقتی که به من دادید بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و فیسبوک ایشون هم به همین اسم آقای فرزاد نیساری. من یه بار دیگه بهتون نشون بدم، فرزاد نیساری، وقتی اینو تایپ میکنید دو تا صفحه میاد، یکی این یکی فرزاد نیساری دوستان. خب خانم دکتر بهیه جیلانی لطف کردن نوشتن که بله ترامپ گفته ما دعوت به نظام فرستادیم، اونها نپذیرفتن. آخوندها انسانشناس هستن ولی شاه انسانشناس نبود. خود آخوند بهترین روانشناس هست، بهتر از هر روانشناس. میگن که اتوماتیک وار حکومت بعدی حکومت دینی نخواهد بود. حالا دوست اون آقای نیساری گفت که اینها از اسلحه اسلام استفاده میکنن برای نگه داشتن مردم. دوستان، گاهی وقتی برنامه های خود تلویزیون ایران رو نگاه کنید که آقای اومده میگه آقا کاری رو که رضا شاه و شاه نتونست انجام بده آخونده، خودشم آخونده ها، شما انجام دادید، شما ایران رو کردید سکولار و لایسیته و این کلماتی که استفاده میکنن که قلم به سلمبه باشه، شما ایران رو کردید یک کشور بی دین. مردم اصلا دیگه براشون دین مهم نیست. یعنی اون احترامی که داشت، اون مقدسی که داشت از بین رفته. توسط کی؟ نه توسط رضا قلدر، اون که خودش میرفت خاک گل میمالید و پیاده را میرفت چی، نه توسط شاه اسلام پناه که بازوبند دعا داشت و تو گوشش باد میخوندن که سوار هواپیمای 777 و 747 بشه، توسط خود آخونده. خود توی اروپا هم خود سیستم چرچ یا کلیسا خودشون رو از بین برد. ولی باز برمیگردیم، متاسفانه این دوستان وقتی میان خب هم وقت کمه، هم یه چیزی رو آماده کردن اونو میخوان برای من و شما بازگو کنن، باید یه بحثای بیشتری باشه به صورت گفت و شنود. چون من اگه بیام اینجا هزار تا حرف بزنم فقط گفت باشه، شنودی در کار نباشه، شما نمیتونی به من بگی سربی اونجایی که گفتی دو تا 80 تا، دو تا میشه 4 تا. ولی اگه گذاشتم شما بگید دو تا 4 تا، بیننده میگه بابا اون اونی که گفت دو تا 4 تا درست میگه، این سربی بی خود میگه. این دوستان برید الان تو صفحه‌شون نگاه کنید، 28 تا عکسش من نشون دادم.
میگن 28 بیان بیرون. کجا بیام؟ چه کار کنم؟ نهار کی میده؟ ساعتش چنده؟ چه خبره؟ اگه یکی زد تو سر من، کی از خانواده من نگهداری میکنه؟ آقای نیساری گفتن 2 میلیون. 2 میلیون نبودن، میگفته میشه که 2 میلیون از دو تا کشور ایران و عراق به اصطلاح کشته شدن، که اونم باز عددی که دوتاشون اینا رو زیاد نشون دادن. متاسفانه دوتا حکومت فناتیک دروغگو جنگ میکنن و تو جنگ هم هیچ که راست نمیگه. هر شب رادیو عراق میگرفتیم میگفت ما پیروز شدیم، هر شب رادیو آخوندار رو میگرفتیم میگفت ما پیروز شدیم. آمریکا هنوز تو هنوز میگه ما در ویتنام پیروز شدیم. اینه تأسف اینجاست. و من دیروزم برای ایشون نوشتم، وقتی هم برایشون می‌نویسم متأسفانه یا میگن بله یا میگن اوکی، جواب نمیده. مثلا یکی از سوالات من، یادتونه وقتی این بنده خدا آقای پویا بختیاری تو جریانات آبان کشته شد، اون جوانی که الان من نمیدونم این آقای در رابطه با بنزین چه مشکلی داشته، چجوری یه دفعه بنزین برای این انقدر مهمش که بیاد تو خیابون؟ یا میدونی من ده یه شرکتی دارم 30 تا تاکسی دارم، این 30 تا تاکسی به من 30 برابر ضرر میزنه تا اونی که میدونید برای منفعتش باید بیاد. اینجا دیگه همش این نیست که بگیم ایران دوست آمده، همین اتفاقا الکی بریم خرابش میکنیم. خب آمده و کشته شد. پدرش آقای منوچهر بختیاری که حالا یکی داره در میاد، گویا خود ایشون هم پاسدار بوده و با رژیم بوده و اینها، اگه نبوده بیان بگیم. هی آمد تو شور و هیجان و حرفای زد و این رادیو تماس بگی، وایس آف آمریکا تماس بگی، ترامپ نمیدونم توییتشو بفرسه. مادر پویا بختیاری الان اومده میگه بابا از ما سوء استفاده کردن. من مثلا از آقای نیساری میگم، سوال میکنم شما ویدیوی مادر پویا بختیاری رو نگاه کردید؟ ایشون میگه من نمیدونم این بلاغ ایرانیه یا پیروز باشید و موفق باشید آمریکاییه خارجیه. در صورت هیچ که جواب نمیده، هیچ که نمیخونه، هیچ که صحبت شما رو همینجوری همه میان میگین بیان فراخوان روز شنبه همه بیان جلو کاخ سفید. آقا بیان جلو کاخ سفید چیکار کنیم؟ این مرده که دیوانه است، ارتش آمریکا را آورده برای یه عده جوونی که از بیکاری بیشترشون اومدن تو خیابون. همون ماجرای آقای پویا بختیاری، اینجا طرف بیکار 3 ماه تو خونه نشسته حوصله سر رفته اومد کنار خیابون، هیچ کاری نکردن، اومد اینا رو زد و اسلحه و تیر و تفنگ و شلاق کورشون کرد، کورم شد یکیشون. حالا اینجا قانون داره، الان دارن سو میکنن. ارتش اومد گفت ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما به لباس ارتشی جنرالمون نباید بیاد وایس اونجا. من نمیبینم، من نمیبینم طرف بیاد فوش میده خانم شاه‌اللهی فوش میده. میگم خانم من اصلا شما همونجوری که میگی من خائن، من مزدور، شما چه کسی رو قبول داری؟ تا دیروز میگه شهرام همایون، امروز میگه شهرام همایون بهش پول دادن خائن شده. میگم خب پس نشون میده هر کسی نرخش رو بهش پرداخت کنن به اصطلاح خیانتش میزنه بیرون. همین چیزی که آقای نیساری میگه، میگه مملکت ما آماده است. اینجا خانم جیلانی نوشته چین به خاطر ایران منافع بیلیاردی اقتصادی خودش رو به خطر نمیندازه. نمیدون هنوز یکی ننوشته، من این 18 صفحه رو خوندم، علامت زدم. در صورت بریم این پیغام دوستمون رو گوش کنیم که اولا ایشون از خاطراتش میگه، از چیزایی که خونده میگه و من ممنونم. در صورت هر کسی که این که یه چیزی براتون بگم، من اون روز گفتم که اگه کسی کتاب جان بولتون میخواد نره بخره پول بده به این مرده، که ما داریم پی دی اف میفرستیم. بیشتر از 20 نفر برای من ایمیل فرستادن، ما کتابا رو فرستادیم. اولا یک، نه تنها حتی یه نفرشون وقتی این کتاب پی دی اف رو فرستادیم نوشت آقا ممنونم دریافت شد. نه تنها یکیشون $5 نداد به تلویزیون مردم. من نمیدونم ما چه ملتی هستیم. این روزایی که کرونا ممکنه فردا بزنه خفمون کنه، میخوایم چیکار کنیم؟ هرچی پول داریم بدیم به بچه‌مون؟ فکر میکنیم میاد سر قبرمون گل میذاره؟ فکر نمیکنم. به این فکر باشین که حتی سنگ قبرم براتون نمیخره. خودتونو بسوزونین، خاکستر کنین، خاکسترتون هم یه جایی
بریزیم برای گربه ها که بله. آقای نساری گفت که ایران 10% ثروت دنیا رو داره. من فکر نمی کنم آقای نیسان. آفریقا یکی از ثروتمندترین قاره های دنیاست و نمیدونم از کجا میتونم بفهمم ثروتمندترین کشور چیه، چون بعضی ها ثروتشون جووناشونه، سوادشونه، بعضی ها ثروتشون ریسورس هایی که دارن، معادنشونه، آبی که دارن هست. از کجا شما این آمار آوردید که ایران 10% ثروت جهانو داره؟ من نمیدونم و سوال میکنم اگه میدونید به من بگید. من جواب میدم. چه چیزی رو جواب میدید؟ مردم در حال انفجار هستن، هر بهانه خوبه برای فریاد. نه خانم جیلانی، نه عزیز من، من مأمور حکومت نظامی حکومت شاه بودم. جلو ایرانی وقتی ایرانی وای میسه اینجوری نیست که این بگه خب این وایساده منو میزنه، اونم بگه ما میریم اینا رو میزنیم پیروز میشه. نیست. 14 سربازی که زیر دست من و آقای کاظم آتشی بودن وای میسن زار زار گریه میکنن. ما اون موقع نگرانیم که این سربازه الان اصلش برمیگردونه میزنه به ما. اینجوری نیست. چون عصبانی هستیم بیایم تو خیابون هر کاری میخوایم بکنیم میشه مرغ بی سر. چشماتونو ببندید، حتما یادتونه تو مراسم مرغ و سر میبریدن، طرف پاشو از روی مرغ برمیداشت، شروع میشد راه رفتن، مرغ راه میرفت، گردنشو اینا اصلا یا جدا شده بود یا آویزون، خون میریخت ولی داشت راه میرفت. جنبشای اینجوری مرغ بی سرن که تا حالا چندین بار داشتیم. آخه چند بار شما باید این مرغ و سرش ببری ولش کنی گند بزنه به حیات خونتون خونی کنه، ولی متوجه نشه که دفعه دیگه اینجا برید اینا مرغداری وقتی مرغو میکشن برش میگردونن توی یه چیزی مثل قیفه، مثل یه سطله، اون زیرش هم گذاشته خون میره توی جوی. یعنی یه بار این کار کرده دیده بعدم کثیف میشه، بعدم بوی خون و اینا روبا میاد، گرگ میاد، این میاد اون میاد، یاد گرفته اینجوری کنه. ما چه میخوام یاد بگیریم؟ آقا ملت به اون جای رسیدن که منفجر بشه. اصلا کلمه انفجاری که شما استفاده میکنید یعنی با خرابی همراه. من باز برای آقای نیساری نوشتم آقا نظر شما راجع به آتیش زدن نمیدونم جنگل ها چیه؟ اینها رو باید بیان تو صحبت کنیم. آقا میخوای بری بزنی؟ برو بزن، برو آخونده رو بزن، خانوادهشون هم نباید بزنی. خانوادهش اگه گناهی نکرده باشه، دستش به خون کسی آغشته نباشه، نباید بزنی. ولی چون اون سوار بنز ضد گلولن شما میری آسون ترینش اینی که کبریت برداری بزنی به جنگل های مملکت. من نمیفهمم. معادن معدنی تجاری شده، آره اینایی که خیلی میفروشن و خصوصی میکنن و این چیزا متاسفانه گندش بالا اومده به حدی که خود تلویزیون های ایرانی هم میگه، میگه یه چیزی رو مثلا قیمتشو 1/10 زدن، اون 1/10 رفتن از بانک چند برابر وام گرفتن، یه پولی هم گذاشتن تو جیبشون، اونجا هم ول کردن رفتن، اونم ورشکست شده. نمونهش کارخونه قند هفت تپه. ولی اینا رو ما نداریم. کسی که بیاد باز کنه با عدد با رقم میگم، امروز ما نداریم کسی رو که بگه آقا من این 18 صفحه رو نشستم خوندم اتفاقا یه جاشم به نفع ایرانه. نداریم. فقط اون خانم اومده میگه که باعث تسلیته. خانم باعث تسلیته؟ یعنی اینا این کارو کردن شما تسلی روح و روان پیدا کردین؟ آخه من نمیفهمم چرا مثل آدم حرف نمیزنی. بله پیام این دوستمون رو پخش نکردیم، پخش کنیم ببینیم این آقا چی میگه. اولش امیدوارم بگه که برای پخش هست. با درود و ادب به سپاسگزاری بگو عمر باف از بندر بوشهر لطفاً پیامم پخش شود. آقای سردی، آقای لادن، اظهار نظر خودتم خواست دارم. با اشاره به صفحه 348 و 349 از کتاب انگلیسی بریتانیای بزرگ و رضاشا The Plunder of Iran 1921 1941
نوشته آقای محمد قلی مشت. من کلمه پلندر به جای غارت و چپاول بلعیدن ترجمه کردم. کارخانه چوبوری و خط کشتیرانی کارون متعلق به حاج معین تجار بوشهری که ترابوس برای راه آهن تهیه می کرد و قسمتی از سرمایه این پیرمرد 90 ساله بوشهری بلعید. ملک گران قیمتش در شمار گفت تقویم کنید میخرم. 350,000 تومان تقویم شد. همین مبلغ ناچیز هم پرداخت نکرد و همین هم اکتفا ننمود، بلکه گفت 2,000,000 تومان بده یا ملک تهرانت در مسیر خیابان میگذارم. مجبور شد پرداخت کند. پسر نام برده که تحصیل کرده انگلستان و نماینده مجلس بود بازداشت کرد. تیمورتاش هم مبلغ 50,000 تومان بابت کمیسیون فروش ملک 350,000 تومان که پرداخت نشده بود از بوشهری گرفت. وقتی چک به بانک رفت، ماموران بانک فهمیدند که چه خبر است. آقای مجد، ضمن تشکر و سپاس از کتاب شما، خواهش دارم در چاپ دوم خلیج فارس بدون فارس ننویسید و قلب من بوشهری فرزند خلیج فارس جریه دار نفرمایید. در صفحه 349 دوبار تکرار شده. با سپاس مجدد. بسیار ممنونم. عکس این کتاب رو نشون دادم دیگه. من الان به هم ثابت شد که ایشون یا پسر ایشون لطف کرده این کتاب رو فرستاده. بازم تشکر میکنم. ولی شما شنیدید میگن توانا بود هر که دانا بود. این غلط. توانا بود هر که از دانشش استفاده کنه. و الا ما اینقدر داریم آدمای دانایی که وقتی دانا شدن اصلا رفتن دیوونه شدن، دیگه توانا نیست. یه چیز دیگه داشتیم که خواستن توانستن است، که آقای ایران بومی گم نه، این اشتباهه. خواستن در حد توان توانستن است. من 60 و چند ساله نمیتونم الان بگم میخوام برم وزن بردار بشم. میتونم بگم میتونم راهپیمایی کنم، تمرین کنم. دو، خواستن در حد توان توانستن است. توانا بود هر که از دانش استفاده کند. دانشش، من انگلیسیم به اندازه نیست که بشینم این کتاب رو، البته ایشون چون صفحه گفته، دو تا صفحه گفته، 130 و چند و صد فلان، بله میرم اون دوتا رو نگاه میکنم. ولی کتابی که خب اینایی که بوشهری بودن و خوزستانی و اینا، میدونه انگلیسی هاشون خوب بود به طرف به وسیله این که با خارجی ها تماس بودن، در تماس بودن. 429 صفحه. من اگه بخوام با این برنامه هایی که دارم و کار و زندگی و مشغله که داریم و بعض وقتا خودمون بی خود مشغول میکنیم، این سالها طول میکشه بخونمش. حالا اگه ایرانی باشه باز یه چیزی. کتابا رو من سعی میکنم آدیو بوک گوش کنم، که وقتی هم رانندگی میکنم، من مثلا بارها گفتم این کتاب زندگی بیل کلینتون رو، از اینجا که میخواستم رانندگی کنم برم کالیفرنیا، 10 سال 8 سال رانندگی بود، اون موقع هم 3 تا CD بود خریدم، اون میخوند و رفت. الان نگاه کتابش هم همراهش میومد. وقتی نگاه میکنی با صدای خودشون هم هست، اینا خیلی بهتر. در اصل ممنونم، متشکرم. بازم بهتون میگم اگه کسی، این آقای سعید اون روز توضیح داد، گفت بابا جون سوربی نمیگه این کتابه، این کتابه الان اینجا نوشته هارد کاورش 75 دلاره، پیپر بک اینه 32 دلار و 95. اگه اون جزء پرایم باشین شیپینگ نمیگیره، اگر نباشین شیپینگ عوضتون میگیره. ولی اگه شما میخوای به تلویزیون مردم حمایت کنی، اولا بدون کتاب حمایت کن دیگه. چقدر میخوای مجانی نگاه کنی؟ ما خفه شدیم و شما پولدار شدی. حالا فردا میمیری، پسرت هم تازه فوشت میده، چرا براش لامبورگینی نیذاشتی، فقط پورش گذاشتی؟ درست 50 دلار 60 دلار 100 دلار بدین تا براتون اینو بفرستم. خیلی ساده، با پیپل میدین، آدرستون رو میفرستین، من براتون پست میکنم، رسیدش هم براتون ارسال میکنم. ممنون از این دوست بوشهری که این پیغام رو گذاشته. و اما دوستان، امروز 15 روزیه که شما باید ورقه های مالیاتیتون رو تو آمریکا پر کنین. 3 ماه هم بهتون
فرجه دادن. این کلمه فرجه زندن آقای نیساری از این درباره این صحبت کرد که میگن ستون به ستون فرجه و در زبان عربی فرج معنی آلت تناسلی زن رو میده. ببینید دوست عزیز، اصلا این چیزا دیگه مهم نیست. شما اگه زبان عربی بدونی، چون ما خوندیم دیگه تو ایران از زبان عربی، گفت جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و از جعفر گذشت. جعفر سه دو معنی داره، اسم پل، اسم جعفری، بر جعفر سوار، خرم میشه، چهار تا معنی داره. اینا ایراد نیست، چون یه موقعی هم این آقای حخا و فولادوند و اینا گیر داده بودن قضا یعنی شاش شطور. این عربا به ما میگفتن قضا بخورید یعنی ما شاش شطور بخوریم، یا میگفتن شما پارسی هستین برای که سگم پارس میکنه. میگیم آقا اصلا عرب پی نداره. به همین جهت خلیج پارس رو اینا میگفتن خلیج فارس، و به ما میگفتن شما پارس میکنید. پس این پرژیا، پرسیان، اینا کجا رفت؟ میدونید مغز خودتون رو گرفتار یه چیزای کوچولو نکنید که اون چیزای بزرگ و خوب و کارا رو از دست بدید. حالا ممکنه این فرج 10 تا معنی داشته باشه. تازه برید بزنید این کلمه ستون به ستون فرجه از کجا اومده. بهتون گفتم خیلی ضرب المثلا غلطه تو ایرانی. یکیش میگه که نمیدونم تربیت چون گردکان بر گنبد از یه هم چیزی، یعنی وای نمیسته و کی نمیکنه، اون مؤثر نیست. اون یکی میگه پسر نو با بدان بنش از خاندان نبوتش گم شد. از این ور یه چیزی میگه ضرب المثلا از اون ور. و ما هم متاسفانه خود من هم استادشم، بالاخره توی یه چیزی هم استاد شدیم. استفاده و سوء استفاده از این ضرب المثل است. هر جا که منطق کم میاریم میپریم اینا رو میگیم که به طرف بگیم ببین من نیستم فقط اینو میگم، اون یکی هم میگه مثلا بالاتر از سیاهی رنگی نیست. آقا هست، بالاتر از سیاهی رنگی هست. ضمن آقای نیساری لطف کردن میگن که ایران a rich state with tons of natural world. نه من میخوام ببینم اون وبسایتی که کشورها رو به اصطلاح چی میکنه ردیفه، مثلا الان مرگ و میر کرونا قشنگ یه وبسایتی هست، همین کار آقا سعید انجام داده. میگه که focuseconomics.com اینجا گفته ایران 81مین هست. بعد باز آقای نیساری نوشتن 7% بالا شامل دیگر دارایی‌های ایران نیست. من متوجه نمیشم 7% بالا، اصلا متوجه نمیشم. لطف کنید توضیح بدین. و مثلا همین یه چیزی رو یه دفعه اینجوری میپرونید و میرید، این برای ما هضمش مشکله که ای بابا ایران 10% دنیا ثروتمنده. بعدم حالا گیرم که ثروت داریم، نفت داریم، طلا داریم، مس داریم، هرچی بگید داریم، مروارید داریم، دریا داریم، آب داریم، کدوم دولتی اومده به ما ثروت رو تقسیم کرده به همون داده حالا از اینا انتظار داشته باشی؟ شما از پاسبان و از معلم انتظار نداری، از دوز انتظار داری که باهات خوب رفتار کنه؟ نمیدونم. Focus Economics میگن What are the world top 10 richest country، اینجا نوشته، البته به صورت ویدیو هست، من اینو ولی بهتون نشون میدم که بعد برید نگاه کنید. و بازم ممنونم از دوستانی که اینجوری هستن حاضر در صحنه و تا ما یه چیزی میگیم اونا میارن. این وبسایتی که آقا سعید دوستمون نوشته که the richest country in the world، ثروتمندترین کشورها در دنیا، و این وبسایت economic forecast from the world's leading economist اینها هست. خب دوستان عزیز، ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم. ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 278 آقای حسن ارشاد، برید ببینید چه استدیویی زده. بهتون گفتم وقتی ما این سیستم رو گذاشتیم، اون کتابخونه کوچولومون رو برام نداشتیم، همین پشت جلوش این پرده رو می‌زدیم، طرف گفت آره دیگه برو مزدور، چی به تو 1,000,000 دلار داده یه همچین استدیویی بزنی؟ حالا من شما رو از این استدیو میبرم تو اتاقی که نشسته بودم قبلا، از این استدیو شما رو میبرم یه پلی نمیدونم روی بستان خرمشهر کجاست، از اون میارمتون
توی یه جای دیگه و برید بعدا ببینید که هوا اینجا به شدت گرم امروز، بعد تازه گفته امروز از هوا لذت ببرید، فردا و پس فردا ممکنه خفه بشید. ولی دیدم بی مناسبت نیست که در این روز گرم ما بیایم اینجا. به این اتاقای اینجوری میگن سان روم، یعنی اتاق آفتاب. دلیلش هم اینه که شیشه داره، از چهار طرف چی میشه، شیشه ها زمستون سرده، تابستون گرمه. حالا بعضی ها اونجا رو دوست دارن، گل میکارن و اینها. و شما اگه بخوای من الان عکس وایت هاوس رو میتونم بذارم اینجا، عکس پنتاگون رو میتونم بذارم، عکس نمیدونم استادیوم آریامهر و آزادی و میدون شهیاد و میدون آزادی اینا رو میتونم بذارم. اونا رو خودتون رو گرفتار این چیزای کوچولو و چیز نکنید. و اما یه سوالی دوست ما آقا پتیک کرده، اگه کسی جوابش رو میدونه بگید. آیا عکس گرفتن از اینجا میگن ماینرز، افرادی که زیر سن قانونی هستن، این سن قانونی هم یه جا 16 است، یه جا 18 است، یه جا 21، بستگی داره در چه رابطه‌ای. آیا عکس گرفتن از افرادی که زیر سن قانونی هستن در اماکن عمومی ممنوع است؟ من براش نوشتم که این یه سوال سیاه و سفید نیست که بشه به سادگی پاسخ داد. به این میگن گری ایریا، یعنی خاکستریه، یه جا ممنوعه یه جا ممنوع نیست. بعد یه جاهایی ما میگیم لیگالی، یه جایی میگیم مورالی، همون عرفن و شرعن. اینا رو اگه کسی میدونه بیاد این توضیحات رو بده، زنگ بزنه، پیام بذاره، وبسایت رو لینک کنه. من برای ایشون فرستادم یه لینکی رو که نوشته بود که شما مثلا یه نفر الان بیاد تو این خیابون وایسه میتونه عکس بگیره، حتی اگه دوربینش زوم داشته باشه میتونه بیاد از تو خونه من عکس بگیره، از بیرون دوربین رو اینجوری زوم کنه عکس بگیره. من میتونم پرده رو بندازم که اون منو نبینه، من میتونم برم فنس پول بدم، فنس نرده بکشم اینجا که اون منو نبینه. ببین قانون اینجوریه. و حالا چه کسی از یه بچه زیر 16 سال میخواد عکس بگیره و بعد اون بچه مثلا داره یه کار خلاف میکنه، شما دیدی طرفو دستگیر میکنن، کار خلاف کرده ولی صورتش نشون نمیدن، میگن به این جهت که این ماینره، زیر سن قانونیه. بعد میبرنش دادگاه، تو دادگاه میگه این جرمی که این کرخر انجام داده آدمای بزرگ هم انجام نمیده، پس بذار مثل آدمای بزرگ تنبیهش کنی، اون وقت میاد از اون کاتگوری بیرون. بهتون بگم تو آمریکا وقتی یه جرمی انجام میدن اینا میرن زندانای جوانان و اینها، بعد که میاد بیرون پروندهشون هم پاک میشه، یعنی اون پرونده دیگه روی چیز نمیمونه، روی سوابقشون نمیمونه. و که حالا این ترامپ شالاتان داره همین کارو میکنه برای دوستاش که میان بیرون، میگه اینجوری. صحبت از ترامپ شد، واقعا اینایی که با این همکار بودن از خودش شالاتانتر، کلاشتر، احمقتر، ناتوتر. مثلا اون مایکل کاهن بود، وکیلی که میگه من اینو مثل بابام دوست دارم، بعد از اون ور شرکت تاکسیرانی داشت، از اون ور دخل و تصرف تو کارهای دیگه و اینها، این رفت زندان، شانس آورد زندان به خاطر کرونا گفتن توی احمق میتونی بری خونت، ممکنه اینجا مریض بشی. رفته خونه، بلند شده رفته رستوران، عکسش گرفتن فرستادن، از رستوران بردن زندان. این دفعه گفتن یه دستبند یه چیز میبندیم به پات و اینا و دیگه حق هم نداری با کسی صحبت کنی، چون این گفت من برم زندان و بیام میخواد کتاب بفروشه، اینا پول کتابشونو میگیرن. در صورت دوستان همونجوری که گفتم اون کتاب جان بولتون هنوز هست، اگه کسی میخواد میفرسین، ما پولی نمیگیریم بگیم انقدر بده تا بفرسین. بابا این صندوق همت عالی کجا رفته، چی شده، همت ما کجا رفته، انعام دادن و تیپ دادن و اینا. جان بولتون کتابی که نوشته به اسم این است که در اتاقی که اتفاق افتاد و اینها، و ماجراها رو میگه که ترامپ هم به شدت ناراحته. از اون گذشته دختر برادر ترامپ، همون برادری که انقدر باباش سرزنشش کرد و معتاد الکل و اینا بود که در 42 سالگی فوت شد، همون برادری که پدر ترامپ
بهش گفت تو لیاقت نداری، ترامپ رو گذاشت سر کار، بعد همون فشارها رو به ترامپ آورده. اینی که شما میبینید امروز ترامپ یه ترامپ شارلاتانه، به خاطر که اینا این خانواده اصلا یک جانوری رو درست کردن که قابل کنترل نیست. حالا اون دختره که الان مثل 50 سالش هم هست کتاب نوشته، اول برای ترامپ کار میکرده، ترامپ بهش پول میداده، قسمت به اصطلاح پابلیشینگ و اینها، ولی میگه کارم که میکردم حقوق هم نمیداد. بچه داداشش بعدم میگه ترامپ هی همه جا رفته بود پر کرده بود که من معتاد بودم، این کمک کرده فلان اینها و دروغ گفته اینجوری بوده و اینا. اون کتابم آمده بیرون، کتابش الان اسمش یادم نیست، همه چی میخوایم بازم کمه یه چیزی اینجوری، ولی اسم ماجرای کتابه و 5 تا موضوع که خیلی داره ترامپ رو اذیت میکنه. در هفته گذشته 2-3 تا اتفاق بد برای ترامپ افتاد. ببخشید موقع صحبت با آقای لادن شد، اجازه بدید بریم سراغ ایشون و درباره مقاله‌ای که ایشون به اصطلاح نوشتن و ما هم روی فیسبوک گذاشتیم، هم روی توییتر و هم روی چی بگید بالاترین روی اینها گذاشتیم. و اسم اون مقاله هم حالا من اینجا اندیشکده رو بیارم، بله اینجا چه صدای بله بسیار عالی، خیلی خوشحالم که فرصتی شد باز هم با آقای امیر حسین لادن باشیم دوستان، و تصویر ایشون رو هم من بدم به کامپیوتر تا با ایشون باشیم. حالا که اجازه بدیم من اینجا اسم رو عوض کنم، ببخشید آقای لادن، آقای امیر حسین لادن، ایشون در آمریکا هستن و خیلی هم از ایشون ممنون و متشکرم که لطف دارن واقعا. آقا سلام میکنم به شما، خوش آمد بهتون میگم، ممنونم که وقتتون رو برای یاد دادن به من و دوستان بیننده میذارید. امیدوارم دیگران هم از این کار شما تقلید کنن و ما افرادی رو که مثل شما سالها تجربه دارن بتونیم با آسونی ازشون یاد بگیریم. خیلی ممنون که امروز توی این گرما با ما هستید. درود بر شما، سپاسگزارم. درود بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون، منم خوشحالم که در کنار شما هستم. بله خیلی ممنون. این مقاله ای رو که شما نوشته بودید به دوستانم گفتم، من توی فیسبوک و بالاترین و توییترم گذاشتم، این هست که این پدر و پسر نقش بزرگی در نابودی خودشان، ساخته‌های میهنمان و فاجعه رژیم فقاهتی داشتن خیلی مورد توجه قرار گرفته و چند هزار نفر رأی مثبت، منفی، ایراد، به اصطلاح تشویق و اینها. و من تو این فکر هستم که چه فرصتهای خوبی رو شاه از دست داده، چون همه میگن که ایشون نابغه بوده و از همه فرصتها به نحو احسن استفاده کرده. میخوام دید شما رو ببینیم که چیه که شما فکر میکنید ایشون فرصتهایی رو داشته، خوبم بوده، از دست داده، و بگید که در مورد از دست دادن فرصتها نظرتون چیه؟ حتما، مسلما مانند هر کسی ایشون فرصتهایی داشته. میتونیم اینا رو به همدیگه مروری بکنیم. شما بهش گفتین فرصتهای خوب، من بهش میگم فرصتهای طلایی، چون سرنوشت ساز بود، یعنی میتونست همه چی رو دگرگون کنه. فرصت طلایی اول میتونست فصل جدید سلطنت مشروطه و مردم سالاری در ایران باشه. اگه خاطرتون باشه در سال 1330 زمانی که دولت برای استیفای حقوق ملت ایران و کوتاه کردن دست انگلیس از گران اقتصادی و سیاسی کشور صنایع نفت و ملی میکنه و انگلیس رو اخراج میکنه،
شاه جوان و کمدان به جای پشتیبانی از منافع ملی و شنیدن صدای مردم، گوش و هوش خودشو در اختیار انگلیس، دشمن چپاولگر ایران میذاره و با بیگانه همدست میشه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. امروز ما سعی میکنیم از شما بیشتر استفاده کنیم تا اونجایی که امکان داره. چرا مسئله ملی کردن صنایع نفت برای شما اینقدر مهم و ارزشمنده؟ آیا علت اینه که شما طرفدار مصدق و ضد شاه هستید، یا کلن دید شما دیدی هست مستقل و به عنوان یه طرفدار و بت‌پرستی و اینها نیست؟ سپاسگزارم. اولا که بعد به شما شاد باش گفت که مهمترین پرسش هفت دهه گذشته یعنی ارزش و اهمیت صنایع نفت رو در این مطرح میکنه. در مورد بخش دوم پرسششون، موضوع طرفداری و ضدیت نیست. چنانچه قصد رهایی خودمون و نجات میهنمون رو داریم، باید با حقایق آشنا بشیم و واقعیت‌ها رو بپذیریم. پاسخ به بخش نخست پرسشتون، مورد دوم رو هم روشن خواهد کرد. در اینجا چند نکته بسیار بسیار مهم در رابطه با نفت رو با هم مرور می‌کنیم. امیدوارم که هم میهنانمون به این توجه داشته باشن. اول، شرکت نفت با دولت انگلیس یکی بود، در ظاهر یه چیز جداگانه بود. بنابراین هرگاه ایران می جنبید و یا خواسته‌ای داشت، با کشور انگلیس روبرو بود با زور و قدرت. دو، انگلیس بلا فاصله پس از استخراج نفت و آگاهی از ذخایر ایران، شیخ محمره خزعل، اونو خزعل و علم میکنه و با پول و وسائل مجهز میکنه، در حد خودمختاری خزعل رو نگه میداره بدون جدا شدن خوزستان از ایران. همینطور بختیاری ها رو با پول و اسلحه همراه خودش میکنه و حتی سهم میده بهشون در شرکت نفت. سالها وظیفه خزعل و بختیاری ها ناام کردن و تضعیف حکومت مرکزی بوده. انگلیس پس از آغاز تولید نفت، برنامه کلاه گذاشتن بر سر ایران را آغاز میکنه. بهانه نخستش این ادعا بود که عوامل دولت عثمانی به تجهیزات نفتی صدمه زدن و ایران مسئوله. برابر کرده بود که این خسارت 20,000 پوند، یعنی معادل 100,000 دلار، ولی در عوض 5 سال سهم ایرانو که در حدود 2,000,000 دلار بود نپرداخت. شماره 4، شرکت طوری در ایران رفتار میکرد که همه ایرانی ها تصورشون و باورشون این بود که هیچ کاری در ایران بدون دخالت انگلیس انجام نمیگیره. فکر کنم هممون با داستان دایی جان ناپلئون آشناییم. شماره 5، تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی انگلیس در ایران از تمام سفارتخانه ها و تشکیلات مشابهشون در دنیا به جز هندوستان بزرگتر بود. شماره 6، ماموران انگلیس با پول و رشوه دادن در تمام انتخابات نفوذ داشتند، در مجلس، در دولت و سازمان ها هم حضور داشتند. جناب سوربی، ما 100 سال است که در خواب خرگوشی هستیم. به خاطر ناآگاهی و کمدانیمون ما رو سالهای سال سر کار گذاشتن. ما ایرانی‌ها هنوز دوزاریمون نیفتاده که همه مسائل مهم ایران طی 115 سال گذشته، مانند چند تا شو با هم مرور می‌کنیم،
اشغال ایران در جنگ جهانی اول، قحطی و نابودی 10 میلیون ایرانی در 1917 تا 19، قرارداد تحت الحمایگی ایران، سرنگونی سلسله قاجار، کودتای انگلیسی 1299، رضاخان را تراشیدن و رضا شاه کردن، صدها ایرانی میهندوس و نخبه و زندانی و تبعید کردن و کشتن، لایحه الحاقی 1933 نفت، کنترل اقتصاد و سیاست ایران طی 20 سال حکومت رضا شاه، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، اخراج رضا شاه، به سلطنت نشاندن محمد رضا و سرنگونی مصدق، همه و همه تنها به یک دلیل بود، نفت. تا ما ایرانیان ارزش و اهمیت واقعی نفت رو نفهمیم، سرنوشتمون همین است که هست. سپاسگزارم. خیلی ممنون. شما تو اون سوال اولی که من درباره فرصت‌های خوب شاه پرسیدم، شما گفتید فرصت‌های طلایی. حالا سوال پیش میاد که شاه فرصت‌های دیگه‌ای هم داشت، فرصت‌های دوم و سومی هم داشت، در این مورد صحبت کنید. ضمناً شما یکی از چیزها رو گفتید به اصطلاح برچیدن قاجار. شما که با حکومت قاجار میونه خوبی ندارید، نه؟ یا فکر نمی‌کنید که اونها ایران ساز بودن؟ من با هیچ حکومت زور دیکتاتوری که مردم رو به حساب نیاره همراه نیستم. فرق نمی‌کنه کیه چیه. و اتفاقا شما راجع به پشتیبانی مصدق یا دشمن ضدیت با شاه، منظورم همین، اگر حکومت دولت وجود داشته باشه که مردم اصل باشن، یعنی مردم سالار باشه، من از اون دولت، از اون حکومت طرفداری میکنم. در پاسخ به این پرسشتون، فرصت طلایی بعدی یک زمان حکومت مطلق فردی شاهه که 15 سال به درازا کشید، یعنی 15 سال آخر حکومت شاه این فرصت طلایی بعدی بود که من به 4 بخش قسمتش کردم. ببینید طی این 15 سال آخر شاه میتونست خودشو، یعنی محمد رضا شاه رو جاودانی کنه در تاریخ، میتونست سلسله پهلوی رو طوری ببره جلو که ادامه داشته باشه و میتونست ایران رو شکوفا کنه، ولی این فرصت ها رو از دست داد. گفتم 4 تا. بار نخست این زمانی که شاه با پیشنهاد اسدالله اعلم، پشتیبانی ارتش، تظاهرات 1342 رو سرکوب میکنه و خمینی رو از معرکه بیرون میکنه. این زمان فرصت تازه‌ای برای شاه به وجود آورده. در ضمن دیگه در این زمان شاه تمام ابزارهای قدرت و ثروت رو در دست داره. وزرا میبایستی مستقیم به شاه گزارش بدن، نه به نخست وزیر. اینقدر دیگه جاپاش سفت شده، در یه دیدار با کابینه آب پاکی رو روی دست همه میریزه و میگه این توی گیوم است، من سرچشمه تمام قدرت در کشور هستم، من سرچشمه تمام قدرت در کشور هستم. این حرف رو بار اول لویی 14 تو فرانسه میزنه، به فرانسه میگه لوتات سموا. لوتات سموا به انگلیسی هست I am the state، یعنی من کشور هستم، همینجور که شاه میگه من سرچشمه قدرت هستم. و اینجا شاه یه اقرار جالبی هم میکنه، میگه حکومت دیکتاتوری پدرم لازم بود، اقتدار حکومت امروز من نیز مورد نیاز می باشد. شاه مقتدر و خودکامه تبدیل شده بود به تنها تصمیم گیر برای کارهای مهم اساسی اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور. عزت الله همایون فرد یکی از نزدیکان شاه میگه این تو گیوم است، کسی نمیتوانست
بگوید که نباید تمام سازمان‌های مملکتی مثل چلچراغ به یک میخ، اینجا منظور شاه، وصل باشد، چون روزی که میخ کنده شود همه هیچ میشوند، چراغ تمام چراغ ها میفتند و میشکنند. ببینین این خودشیفتگی و خودمحوری و خودبزرگبینی شاه در دست در دست داده بود با چاپلوسی و بت‌سازی و بت‌پرستی اطرافیانش و او رو به گمراهی کشید و این فرصت رو از دست داد. میرسیم به بار دوم. گفتم 4 بار هست. بار دوم 7 سال بعد بود، با رئیس جمهور شدن نیکسون فرصت و شانس دیگه‌ای برای شاه به وجود آورد. دکترین نیکسون، یعنی فلسفه سیاسی نیکسون پس از تجربه ویتنام، این بود که کشورهای آسیا و خاورمیانه از جمله ایران باید بتوانند از خودشان دفاع کنند. شاه دنبال فرصت بود که ارتش شاهنشاهی رو بسازه و قدرتمند کنه. از این به این خاطر به نیکسون نزدیک میشه و میلیاردها دلار تصریحات پیشرفته نظامی خریداری میکنه و میشه ژاندارم منطقه. شاه در این زمان از پشتیبانی بیچون و چرای آمریکا برخوردار. 10,000، من میدونم که در یک زمانی 41,800 مستشار آمریکایی نظامی، تکنیکی و امنیتی در ایران کار میکرد. در چنین دورانی بهای نفت 4 برابر میشه. ایران در قدرت و ثروت قوت‌وره. شاه مرتب در مورد دروازه های تمدن بزرگ صحبت میکنه. غرور و تکبر شاه که زاییده این قدرت و ثروت بود و نتیجه اون چاپلوسی و دستپوسی، بت‌سازی و بت‌پرستی که بهش اشاره کردیم، و میخوام اینجا یک نمونهش رو فقط بهتون بگم. اسدالله اعلم که اون 15 سال آخر وزیر دربار بود و روزانه با شاه بود، به شاه میگفت پیشوای بزرگ من. وقتی یک نوتی رو امضا میکرد میگفت با تمام قلب پابوس غلام خانزاد. ببینین این فاجعه است، یعنی که آدم یواش یواش امر بهش مشتبه میشه. این دستبوسی ها و چاپلوسی ها و بت‌سازی ها سد بزرگی شد ببخشین در مقابل سیاست ملی و مردمی. شاه شروع کرد به ارزندام کردن، ایراد گرفتن و انتقاد کردن از کشورهای اروپایی و برای دیگران موعظه کردن. 10,000,000,000 دلار از ثروت‌های ملی رو به جای سرمایه گذاری روی نیازهای مردم و کمبودهای جامعه در کشورهای غربی سرمایه گذاری کرد. حتی به اونها قرض و وام داد. آنقدر تسلیحات نظامی خریداری کرد که فرمانده نیروی هوایی ارتش بود خاتمی که شوهر خواهر شاه بود، دست به دامن وزیر دربار شد و بهش گفت این باز تو گیوم است. ما نه توانایی استفاده از این تسلیحات را داریم و نه پرسنل آموزش دیده مورد نیاز. اینقدر اوضاع خراب بود که رئیس سازمان بودجه و برنامه هیچی راجع به بودجه و برنامه اطلاع نداشت تا روزی که از طرف شاه بهش ابلاغ میشد. اینقدر خرید شده بود که کشتی هایی که اومدن در بندر تخلیه کنن مجبور بودن تو صف روزها هفته ها بیستن و هر کشتی ایران رو روز 25,000 دلار جریمه میکرد که توی صف بایسه. اینقدر جنس تو گمرک بود و ترخیص نشده بود که میلیاردها دلار جنس یا میلیونها دلار جنس در خرمشهر در زمین فرو رفت. اینها همراه با فساد و دزدی‌های آنچنانی این فرصت رو نیز شاه از دست داد. بار سوم
شاه در سالهای پایانی حکومتش که دچار بیماری نیز شده بود به این فکر میفته، به خاطر بیماری برای ادامه سلسله پهلوی و باگذاری سلطنت به پسرش چه کار باید بکنه، چه تغییراتی بهش نیاز هست. از این میاد این موضوع رو با یکی از اشخاصی که خیلی به شاه نزدیک بوده و شاه بهش اعتماد داشته، مهدی سمیعی، با مهدی سمیعی در میون میذاره، میگه که به نظر شما چه باید. مهدی سمیعی میره یه مقدار زیادی مطالعه میکنه، پژوهش میکنه، پرسجو میکنه و میاد به شاه پاسخ میده. اینی که براتون میخونم اینجا نوشته عباس میلانی از قول مهدی سمیعی، میگه پس از چندین ماه پژوهش و گفتگو رفتم با شاه صحبت کردم و متوجه شدم که شاه دریافته، فهمیده که ادامه رژیمش در گروه شرکت مردم در تعیین سرنوشتشان میباشد، ولی اینجا یک با خط قرمز نمیتوانست آن را بپذیرد. میگفت دموکراسی میخوام، ولی دموکراسی حقیقی. دموکراسی حقیقی برای شاه چیه؟ این تو پیومه است. حق شاه حق انتخاب داشته باشد. خب ببینید، شاه در چنان توهمی قوته‌ور بود که توانایی پذیرش پیشنهادی که خودش از دوست مورد اعتمادش خواسته رو نپذیرد. بعد شاه می نویسه واقعا باید این سلطنت طلبا و پهلویچی ها به این جمله توجه کنند. میگه احساس قلبی من، این نوشته شاه، احساس قلبی من این است که مشیت کامله خداوندی مرا به عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت ساز امروز جهان مأمور ایفای رسالت فرموده است. در ادامه ببینید چی میگه. تشخیص من این است که مقدر است، همه میدونیم یعنی مقدر است یعنی چی، مملکت خود را با دید و تصمیمی استوار رهبری کنم. یعنی چی؟ شاه در اینجا چی داره میگه؟ میگه سلطنت شاه از طرف خداونده. خب این توهم شاه چه تفاوتی داره با توهم خمینی در مورد ولایت فقیه؟ هر دوشون ادعا میکنن که خدا، حکومتشون از طرف خداست، نماینده خدا هستن. پس بنابراین مشکل ما ایرانیا شاه یا خمینی نیست، حکومت خدا سالاره که برای مردم هیچ ارزش قائل نیست. مردم از حق و حقوقی برخوردار نیستن، حق انتخاب ندارن، حق شرکت ندارن. در این زمان شاه از شرکت دادن مردم در امور کشور دوری میکنه و به جاش چیکار کرد؟ حزب رستاخیز رو به پا کرد. شاه پس از فرار در کتاب پاسخ به تاریخ اقرار میکنه، میگه که تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بزرگ بود. اینجا رضا پهلوی هم یک ابراز نظر میکنه، این جمله مال رضا پهلویه، ترازنامه های اجتماعی پدرم بسیار مثبت بود، اما نبود آزادی های سیاسی همه آنها را به هدر داد. از میان اشتباهات بزرگ تشکیل نظام تک حزبی رستاخیز بود. به اعتقاد من این اشتباهی بنیانین بود. و اما میرسیم به بار چهارم، آخرین شانس برای نجات. شاه به اشاره آمریکا، این زمانیه که کارتر رئیس جمهوره، چند گام دموکراتیزه کردن برمی‌داره بدون اینکه اجازه بده کسی در تعیین سرنوشت خودش شرکت بکنه. علی نقی عالی‌خانی که یکی از نزدیکان صمیمی شاه بوده می‌نویسه که برای شاه که آمادگی هیچ گونه مشارکتی را از سوی مردم در امور کشور نداشت، به
به تدریج تفاوتی میان شاه دوستی و میهن پرستی نبود. و اما اوضاع اون روز چجوری بود؟ شاه مرضش پیشرفته شده بود و تمام پنهونکاری ها خودش میدونست که مرضش جدیه و این موضوع شاه رو افسرده کرده بود. در ضمن دوست و یار نزدیکش اعلم که هر روز باهاش بود سرطان خون گرفته بود، رفته بود فرانسه و شاه تنها شده بود. کارتر طرفدار حقوق بشر بود، به خاطر کارتر درجه حرارت آزادی خواهی و عدالت طلبی در ایران بالا رفته بود. ولی این آخرین شانس و بهترین شانس شاه بود برای ورود ملیگراها به دولت و برقراری سلطنت مشروطه، حفظ سلسله پهلوی و اینکه پسرش بتونه جانشینش بشه. ولی به جای دعوت از شخصیت‌های مانند صدیقی و دیگر میهندوستان راستین ملی ایران، یکی از نزدیکان خودش جمشید آموزگار رو منصوب کرد به نخست وزیر. شاه زمانی دست به دامن ملیگراها شد که دیگر شانس و فرصتی وجود نداشت. کار از کار گذشته بود و انقلاب تبدیل شده بود به یک طوفانی مثل سونامی که دیگه هیچ سدی جلودارش نبود. میخوام گفتگومونو با نوشته یکی از یاران و نزدیکان شاه خاتمه بدم و این تو گیام است. میگه من تمام کاسه کوزه ها را بر سر شیوه حکومت، حکومت فردی و نبودن آزادی میشکنم. اینجا یه تعریفی از سلطنت پهلوی میکنه. میگه با اقرار و تکرار به خدماتی که در طول آن 57 سال شد، بالاخره چوب ندادن آزادی را هم خود حکومت خورد و هم به جامعه خوران. سپاسگزارم. ممنونم از شما. در تایید گفته شما شرکت ملی نفت حقیقتاً مال دولت انگلستان بود، بعداً معلوم شد که اون بی پی هم که میگفتن بنزین پارس، بریتیش پترولیوم بوده که یکی از جشن هایی که گرفته بودن همون آوردن اون تابلو بود پایین. و ببینید دوستان، آقای پرویز مینویی الان فوت شد، رفت روان شاد. توی این تلویزیون برنامه داشتن، ایشون با افتخار میگفت که در زمان شاه انقدر کشتی میومد تو بنادر میموند و من هر چی تلاش میکردم به ایشون بگم این عدم مدیریت رو نشون میده، نمیتونستم. تا اینکه امروز آقای لادن خیلی قشنگ اینو توضیح دادن، جریمه دادن، خراب شدن اجناس، دور ریخته شدن و اینها. و این تقریبا مثل این میمونه که یه نفر بدهکار باشه ولی پوز بده دوستاشو دعوت کنه جاهای گرون، بعد به قول معروف بیرونش دیگران رو کشته باشه، داخلش خودش. آقای نیساری همشهری خوب من نوشته برای شما که با درود به مهمان گرامی آقای لادن، از کوزه همان برون تراورد که دروست. منظورشون فکر کنم رضا شاه و شاه هست. و آقای سیاوش دولت شاهی میگن که سپاس فراوان از استاد لادن برای روشنگری و آگاهی رساندن به همیانان. من هم فرصت رو غنیمت میدونم از ایشون تشکر میکنم برای ایمیل هایی که ارسال میکنن و من از اونها در برنامه استفاده میکنم. آقای اکبری از آلمان نوشتن که از همان 28 مرداد 1332 شالوده جمهوری اسلامی زده شد. ضمناً درباره خدا سالاری شما کتابی نوشته، خدا سالاری درماندگی، که دوستان میتونن با مراجعه به وبسایت شما، فیسبوک شما اون رو تهیه کنن. اونجا هم شما به خوبی توضیح دادید که افرادی که میخوان به اصطلاح قدرت بی حد و حصر داشته باشن و هیچ مسئولیتی نداشته باشن، اون رو میچسبونن به خدا. از جمله همین آقای ترامپ هم اینجا ویدیوش هست که دست میکنه بالا میگه من از بالا انتخاب شدم، بعد باز این انقدر اقلا چیز داره که گفت فعلا من شوخی کردم، تا ببینیم چه میشه. آقای لادن من از شما ممنونم. شما میخواین درباره این قرارداد چین صحبت کنید یا اینکه
میخوام بیشتر دربارش بدونید تا بعد. نه بعد یه مقداری اگه بخوام صحبت کنیم بعد بازش کنیم و فکر نکنم دیگه زمان وجود داشته باشه، ولی میتونیم این کارو بکنیم در آینده. بله بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی برای شما آرزو میکنم و امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه باشه. مرسی. همینطور برای همیهنان. ممنونم از شما. دوستان عزیز با آقای امیرحسین لادن بودیم در طی برنامه. فیسبوک ایشون رو نشون دادم، یک بار دیگه هم بهتون نشون میدم، خیلی ساده، همین امیر اچ لادن، و وبسایتشون هم نشون بهتون دادم، اندیشکده بدون اچ در آخر نت، این اچ وسط حرف آقای لادن رو باید بذاریم برای اون آخر اندیشکده. میدونید بعضی وقتا اینا وقتی میخوان بگیرن اون اسامی گرفته شده و اینها، در هر صورت اندیشکده.net مراجعه کنید. اگر در راه تماس گرفتن و ارتباط برقرار کردن هم مشکلی داشتید با ما تماس بگیرید تا ترتیب این کار داده شود. و اما صحبت از سونامی شد، همین امروز طوفان در نیویورک بعد از اون ماجراهای کووید 19، و امیدواریم که مردم واقعا بیچاره هستن. شما نمیدونید این ماجرای بیکاری و عدم مدیریت این سیستم ترامپ و ناکاراییش چه به سر مردم آورده. حالا صبر کنید، میگن این فعلا دیپرشن نه، میگن این ریسیشنه، این رکود اقتصادیه و شکستگی اقتصادی رو حالا بعد میبینیم. دلیلش هم اینه که میگن این وقتی آمد اوضاع اقتصادی خوب بود، حتی کووید 19 یا این کرونا وقتی آمد اوضاع اقتصادی خوب بود، الان اگه بره که نرفتنیه، فعلا بدتر شده چون اینا رعایت نکردن، برو کلیسا، بیا اینجا میخوام تبلیغ انتخابات کنم و اینها، بدتر و بدترش کردن. و الان میدونید بعض جاها محدودیت ها رو دوباره برگردوندن یا بیشتر کردن، و اینکه میگن حالا منتظر دپرشن باشید. دپرشن خب به ترجمه معمولیش میشه افسردگی، ولی برای اقتصاد استفاده میکنیم میشه مثل ورشکستگی همون سالهای 1930. مواظب باشید. ممنونم. سم نوشته که اون کتابی رو که گفتی به وسیله نیس یا برادرزاده ترامپ به نام مری ترامپ نوشته شده، اسمش هست Too Much and Never Enough، یعنی خیلی زیاد ولی هیچ وقت کافی نیست. میگه که How my family created the world dangerous man، میگه که چگونه خانواده ما خطرناکترین موجود رو آفرید، اشون به بذاره کریچر، جانور رو آفرید. اون کتابم اگر گیرمون بیاد نسخه پی دی اف و ایناش ممکن در اختیارتون بذاریم، ولی اون اب نداره به خرید یه پولی گیری این خانمه بیاد، چون حتی عموشم پولش رو نداده. بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم، شماره 278 برنامه و ساعت 6 بعد از ظهر با آقای سعید عباسی خواهیم بود تا درباره ماتریالیسم، ماده‌گرایی بیشتر صحبت کنند. خیلی ممنون که با ما بودید. این برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید. روز روزگار و شما خوش.